به نام خدا، به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام، روزتون بخیر. خسته ایام امتحانات نباشید، نگران حدیث سیف هم نباشید. اینجاست، باز گفتم خانم ها خیلی طول میکشه حاضر شدنشون. یه چتو بریم تا حدیث هم کم کم آماده بشه، ببینیم چه خبره، کیا هستن امروز. سلام 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 سلام، روز همتون بخیر. امیدوارم از این ویروس عجیب غریبی که داره هر روز عجیب غریب تر میشه در امان باشید. آره استاد سیف هم میاد، نگران نباشید، هست اینجاست، داره آماده میشه دیگه. سلام سلام سلام. خب عالی عالی، روز همتون بخیر، خسته نباشید. اوکی، ایام امتحانام شروع شد، تمام شد و رسیدیم به این برهه. خیلیاتون داغون داغون، خیلیاتون ناراحت، خیلی هم نه همیشه رو روال بوده. یه سریاتون هم هستید که خب پشت کنکوری هستید، از این ایام امتحانات به دور بودید، اونام دغدغه های خودشون رو دارن. همایشی که امروز براتون انتخاب کردیم اسمش مدیریت انرژی. گفتم تو این برهه از زمانی، چه برای بچه‌هایی که امتحانا رو دادن و چه اونهایی که پشت کنکورن، الان به یه گل انرژی نیاز داریم. اوکی. این کارنامه های این پرینت های ثبت ناماتون رو به خود اساتیدتون نشون بدید، به خود مشاورای شخصیتون که چک بکنن ببینن درسته نه. کافیه ببندیم چطور، بریم شروع کنیم با امید خدا درس رو. خانم حدیث سیف، زندگی من هاشفم آوردین. خب بذارین هاشفم برسه. دلیل نیومدنم نبودن هاشف بود، نداشتن هاشف بود و نداشتن هاشف بود. خب زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. برام حال دلتون خیلی خوب باشه، با منش مصفت و من هم مثل همیشه تمام حس و حال خوب خودم. ادمینایی که اینجا دارن زحمت میکشن یه هاشف به حدیث سیف برسونن که اینجوری داد نزنه، همه و همه تقدیم به شما. امیدوارم ماه بهمن رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. البته امتحاناتون خب یه تاریخی هست، فکر میکنم چند هفته گذشته، خیلی هفته ما ندیدیمشون. خدا قوت، خسته نباشید، امیدوارم که خیلی خوب پشت سر گذاشته باشید. البته البته من به عنوان مشاور خیلی امتحانات رو زوم نمیگم، بیشتر کنکور برام مهمه و خیلی نمیگم معدلت چند شده. دوست دارم آخر سال که میرسه بهش بگم که کنکور چی کار کردی، رتبه چند شده، کی اصلا کلاسن چت باز من یه سلام علیک بکنم. مرسی که هاشف دادید بهم، ممنون که به من امکانات میدید آقا. خب کیا سر کلاس هستن؟ سلام بریم ماهتون. به به پرقدرت، بله جواد عرب‌پور، ستاره عقبان، سرور خانم باقرزاده عزیز، سوین، بله ماشالله. سلام، مرسی که سر کلاسی. چه شده این کلاس؟ امروز میخواییم با همدیگه بهتره کنیم. خب مرسی، بهترین خودتونید، ما اینجا فقط ادای شما رو در میاریم. چند تا ببینید، میخوام امروز مبحث کلاس خب در مورد بحث زیبای انرژی که من خیلی خوشم. بچه های من که میدونی همه سلطان انرژی ایرانیان، ما اینجا اصلا هیچ کاری، ما فقط اینجا داریم ادای شما رو در میاریم. من آقای مهرعلی عزیز میخواستم قبل از اینکه انرژی رو شروع کنیم یه توضیح در مورد آزمون بدم، اگر شما اجازه بدید ببنده یه توضیح کلی در مورد تست و آزمون و اینا بدم، چون نیم سال دوم شروع شده. یه دقیقه حواستو به من بده، اینجا چرت زورتو بذار برای بعدن. میخوام اینو بهت بگم، میخوام یه کوچولو در مورد آزمون و تست و چون نیم سال دوم خیلی بازه زمانی مهمیه و نقش تست زدن همونطور که خود استاد هم میدونن باید پررنگتر بشه. یعنی ما نیم سال اول عملا درگیر کلاس‌های تشریحی هستیم، درگیر کلاس‌های جامع هستیم، اساتید بیشتر دارن تشریحی تدریس میکنن و در نیم
سال دوم ما کم کم میریم به سمت کلاس‌های TNT، نوشته و تست، جمع‌بندی، یا حتی اگر دانش آموزی کلاس جمع‌بندی ثبت نام نکنه خودش برنامه جمع‌بندی داره. خیلی از حالا اکثر فارغ التحصیل‌ها به این صورته که توی اسفند ما مرحله اول جمع‌بندی رو شروع می‌کنن، کم کم شروع می‌کنن خودشون جمع و جور می‌کنن و حالا از عید بعدم جمع‌بندی گسترده رو شروع می‌کنن. به خاطر نقش تست، نقش آزمون به شدت پررنگ میشه. جون مادر از آزمون دادن نترس. من نمیدونم چیکار کنم اینا. ترس پیشنهادی، راهکاری، چیزی داری که اینا از آزمون نترسن؟ یکم این مجازی شدن فکر میکنم تاثیر گذاشت. بچه‌هامون هنوزه بله؟ نرفتن. اون یه بار دو بار ما یادته مثلا بچه‌هایی که کنکور ثبت نام می‌کردن. الان اوکیه. اوکی خب میگفتیم مثلا آزمونای هنر و زبانم به شرکت کنن اون ترسشون بریزه. آزمون دادن تنها راهش اینه که برن آزمون بدن به ترسشون بریزه. آقا تو روانشناسی بهش میگن فیسینگ ترابلی، یعنی مواجهه درمانی، یعنی اینکه من بتونم با ترسم روبرو بشم تا بتونم به اون ترسم غلبه کنم. بارها بارها براتون مثال زدم، طرف تنهایی میترسه، طرف تاریکی میترسه، بعد که تو اون معرض اون اتفاق قرار میگیره، بچه‌ای که روانشناسی خونده اینو خیلی بهتر درک میکنن، هر چه در معرض اون اتفاق قرار میگیره بعد یه مدت که بهش میگه فلان دیگه نمیترسی، کلمه‌ای که بهت تحویل میده میگه عادت کردم. ما باید آزمون دادن برامون عادت بشه، نترسید، کاری نداشته باشه. آقا خیلی ماشاءالله بهونه شون شده استاد، خب وقتی تقلب میشه چرا باید برم آزمو بدم؟ خب تو چیکار اون داری؟ آقا اصلا ترازه تو کار نداریم، رتبه تو کار نداریم، درصد تو که میتونی بررسی کنی، درصد چیزی که مالی توی تو رفتی جواب دادی. بعد این که خب استاد میشه دانلود کنم تو خونه بزنم؟ نه قربونه چشمای قشنگت، نمیشه. به خاطر این که ما باید در جو محیطی و شرایط محیطی قرار بگیریم که ببینیم آیا میتونیم هیجانمون رو کنترل کنیم، آیا میتونیم به ترسمون غلبه کنیم، آیا استرابو میتونیم مدیریت کنیم. بغل دستی من سه سود، حالا البته الان که آنلاینه ولی مثلا سر جلسه کنکور بغل دستی تو پا میشه زودتر پاسخنامه رو میده میره، وای وقت تموم شد، وای من عقب موندم، یه نگاه برگه بغلی میکنی ای ریاضی رو زد رفت سراغ زیست، وای من عقب مونده. ببین اینا همه رو باید تمرین کنی، اینا نیاز داره که عادتش به وجود بیاد. پس خواهش میکنم نقش تست زدن و آزمون دادن رو در نیم سال دوم به شدت پررنگ کنیم و بعد به حال دانش آموزی که تا شب کنکور تشریحی بخونه و خبری از تست نباشه. چند تا نکته خیلی مهم میخوام در مورد تستا بگم. اول موضوع از استاد مرعلی هم کمک بگیریم. بچه ها میگن که نمیدونیم ترتیب دفترش رو تو آزمون بدیم، ترتیب دروس رو رعایت کنیم، یا اینکه نه از یه راه دیگه. نظر شما چیه؟ به نظرت باید چی کار کنم؟ زمان های نقصانی که با هم صحبت کردیم بله. جلسه‌شو گذاشتیم برای بچه‌ها. آره فکر کنم. خب اون کسی که اومده اول ادبیاتو گذاشته بعد عربی رو گذاشته بعد اینا رو گذاشته بله، واقعا یلخی نبوده بله، ایده روانشناسی پشتش بوده بله. اون شعر ادبیات باعث میشه چون ملموس به زبان مادری من بله. باعث میشه یک آرامش نیمون اسفیتون به وجود بیاد و متاسفانه حدیث یکی از طلایی که هر سال بچه ها گرفتارش میشن ادبیات رو پس زخت میدن آره. دیگه روحیه ای نمیمونه برم اون به کنار. بچه هایی که میان مثلا از روش های دیگه استفاده میکنن، مثلا اول میره دینی اول میره یه جای دیگه میره، اینا ضریب خطاشون تو وارد کردن به پاسخنامه خیلی بالا میره. این موضوع خب نسبیه، 100% نیست، دقیقاً همینه. ببین تمام تحقیقاتی که انجام شده به این نتیجه رسیدن که ترتیب دفترچه بره جلو. خب یعنی همونطور که استاد فرمودن سازمان سنجش و حتی حالا مؤسسات مختلف که آزمون‌های بزرگ برگزار می‌کنن پشتش اتاق فکره، پشتش اتاق روانشناسیه، پشتش اتاق استاندارد سازیه. به خاطر همینه که ترتیب ولی حالا یه سری تحقیقات شده دیدن یه سری از بچه‌ها اگر از درسی که مسلط‌تر هستن شروع کنن نتیجه بهتری میگیرن. اینو استثنا داریم، من نمیخوام بگم 100% اون باشه. توی این دنیا علم روانشناسی میگه هیچ چیزی با قطعیت 100% وجود ندارد، نسبیه. ممکنه خانم ایکس و آقای ایگری، ما الان داریم بین بچه‌ها که مثلا همیشه شیمی و 100 میزنن تو آزمونم، من تو اون صحبت می‌کنم چون مباحث خیلی زیاده، سری از شیمی شروع می‌کنه نتیجه هم میگیره. پس ما
داشتم، یا ترتیب دفترچه یا درسی که مسلط تریم. خواهش میکنم اگر قراره یکی از اینا رو انتخاب کنی تا پایان سال باید همین باشه، یعنی باید روی همین روند بری جلو. هر آزمون برای خودت این برنامه شو درست نکن موقعی کنکور دادن بری حالا یه چیز دیگه انتخاب کنی. اوکی، این از موضوع اول. موضوع دوم چیزی که خیلی مهمتره اینه که حالا میگم باز بستگی داره که تو ببینی توی کدوم روش نتیجه بهتر میگه. اگر دیدی روش رو جواب نمیده سریعا عوضش کن برگرد به ترتیب دفترچه. این موضوع اول. ولی یه چند تا از فنون تسنی هم بگیم، شما هم کمک کن به من. آقا موضوع اول این که ما باید به این درک برسیم ارزش سوالی همه سوالات یک درس یکسانه. من اینو چجوری بکنم تو مخ بچه؟ یه چند ساله که کنکوری یه ذره داستانش عوض شده، یکم سخت شده سوالا رو. بله، به سختی داریم. بله، این بر میگرده به اون یاد یه زمانی میگفتن کنکور مفهومیه همش، بعد هیچ کم نمیدونست یعنی چی. یعنی چی؟ میگن مفهومیه. ولی الان یه موضوعی شده کنکور روحیه. کی برنده است؟ کسی که بتونه مدیریت بهتری بکنه. کسی که بتونه خودش رو حفظ بکنه. ببینید کنکور هیچ استانداردی نداره. این که من بگم مثلا سوالا باید از یک استاندارد خاصی، نه. بله، ولی ما میایم سوالات رو به سه قسمت تقسیم میکنیم، یا آسون داریم یا سخت داریم یا متوسط. 25% سوال آسونه، بین 50 تا 60 سخت رو به بالا، بقیه‌اش هم واسه کسی که میخواد سطح بزنه و رو رتبه شدنه داره تمرکز. سوال قبل به این نحو بود که سوالای متوسط اغلب سوالات رو در بر میگیره. بله، ولی الان چند ساله اومدن سوالای سخت و آسون رو یه ذره زیادش کردن، متوسطا کم شده. بعد دانش آموز میاد یهو به سوال سختی میخوره، وا اینو بلد نیستم، یا خدا اینو بلد نیستم، سومی هم بلد نیستم. بابا همون قد که سوال سخت است، سوال آسون هم از سوال آسون، یعنی سوالی که همه بتونن جوابش بدن. خیلیش به خدا به هوش ربط داره. اصلا شما مفهوم نخونده باشی. یکی الان دارم فنون تست دادن رو توضیح میدم. یکی از همین فنون تست دادن اینه که وقتی سوال آسون دیدیم شک نکنیم به آسون بودن سوال. این خیلی مهمه. خب یه سری سوالا میگم اصلا به هوش ربط. من یکی دانش آموزی داریم که میگه آقا من میخوام فلان مبحثو بذارم کنار. میگم نه، تو روز آزمون بخونش یه بار. خیلی از مواقع میبینی که اصلا این جوابه جز اون سوال آسون است که یعنی همه باید بتونن جواب بدن. بله، خیلی راحت میتونی جوابش بدی. بس هیچ سوالی رو فعلا فری داریم بنویسم؟ آره. صفحه فری نه، چی رو خودش رو خودش بنویسم؟ خب شما توضیح بده استاد. میتونیم اون سوال آسونه رو داشته باشیم. خب پس فنون تست دادن به من دقت کن. اولین مورد استاد شد که همه سوال ها ارزش سوالات یک درس همه با هم یکسان برابره. پس چی؟ این خیلی تکنیک مهمیه که تو توی دام نیفتی. خب بریم مثل توضیح هست باز ادامه همون بخوای بگیم. خیلی از مواقع هست بچه ها فکر گیر میکنن روی مسئله 4 دقیقه 5 دقیقه وقتشون رو گرفته. میخواستم مورد دوم بگم. این جدا دوه یا این مورد دوه؟ آفر. مورد دوم فنون تست دادن به ما چی میگه؟ میگه از قبل خودتون رو آماده کنید یک سری سوالات حل نمیشود. یک سری سوالات قابل حل نشدنه. حالا یا به خاطر اینکه ذاتن سخت و طولانیه، یا به خاطر عدم تسلط تو، یا به خاطر عدم تستنی تو، دلیلی. پس من باید با این آمادگی ذهنی برم که یه سری سوالات حل نمیشن. پس خواهش میکنم اصرار نکن که همه یه سوالات حل بشه. پس این دوتا پیامد داره. بچه های باهوش الان میفهمن وقتی من بیام اصرار کنم نه من خیلی چی داری میگی بابا، من خوندم ترکوندم صد دور کتابا رو خوندم، من معدل موزم دادم بوده، باید سوال کنکور جواب بدم قبول بشم. نه عزیزم، این باور اشتباه. بیشترم بچه های معدل 19 به بالا در دیر آفرین کم تمام بابا چرا فکر میکنی؟ خب این دو تا پیامد داره. یک چی میشه؟ کم بوده و چرا؟ چون میای وقت میذاری روی سوالاتی که خیلی بختگیره حل میشه، ولی یه دامه یه تله 5 دقیقه طول میکشه تا تو حلش کنی. پس تو با کم بوده وقت مواجه میشی. پیامد بابا احتمال غلط زدن بالا میره. احتمال اینکه سوالات با جواب منفی داشته باشه قطعا این احتمال بالا میره. توضیح؟ یکی از دلایل بسیار بسیاری که این انجام میده اینه من یه سوالو حل کردم به فرض درستم زدم. بله، با
باعث میشه سه تا سوال خیلی آسون درس دیگر رو نرسم. بفکر کن نور میدونی کجاست؟ اونجاست که من اون سواله که درست بوده و به خاطر سه تا غلط ترکوندمش خیلی براش زحمت کشیدم. بعد مثلا مربوط به یه مبحث خفن مثل ژنتیک باشه که این همه زجر کشیدی، مشتق باشه که این همه تست زدی، بعد خیلی زود استو باشه، استو کیومتری که این همه زمان باید به این نابودش کنی. خیلی راحت. یکی از چیزایی که باعث میشه مثلا ما روی اینا گیر بکنیم میدونی چیه؟ من 4 دقیقه وقتمو گذاشتم روش. بله. من 4 دقیقه گذاشتم. حیف نیست این 4 دقیقه. نه این 4 دقیقه انگار یه سم به تو میگن از هر جا شروع بکنی ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است. ایرادی نداره اصلا. گاهی این که مثلا من چند دقیقه وقت گذاشتم براش بله. خودش یه مانعه که مثلا دیگه ولش نکنم. تموم شد رفت. مورد سوم، تکنیک ضرب در منفی. دیگه همشون اینو بلدن. آقا سوالی که بلدی و میدونی حل میشه اما وقت گیر است، جلوش یه زبدر میزنی بمونه آخر سر، اگه وقت اضافه آوردی برمیگردی حل میکنی. سوالی که میدونی اصلا بلد نیستی بیجا میکنی جواب بدی، وگرنه خودم همونجا سر جلسه کنکور طوری میزنمت که بشی عبرتی برای آیندگان. پس سوالی که بلد نیستی منفی جلوش میذاریم که وقتمون گرفته نشه. یه خاطره خیلی خیلی کوچولو تون بگم راجع به این. بله. من یه دانش آموزی داشتم، حدیث اسمش ابراهیم بود، بعد از چند وقت اومده بود سر بزن و اینا بله. رتبه شده بود تو کنکور باریکلا. خب بعدن البته سریال یکی از همکارم بود، گفتم اون خاطره یه چیزو تعریف کن. گفت من رفتم سر کنکور دفترچه اومد، همه چیزا رو آماده کرده بودم، همه چیزایی که گفته بودی رو گوش بله. کرده بودم. دفترچه اومد شروع کردم، ادبیات شروع کردم بله. اولی رو دیدم بلد نیستم، دومی رو دیدم بلد نیستم، رفتم سومی، گفتم به خودت دست نفس عمیق کشیدم، نمیدونم اون چیزایی که بهم گفته بودی رو همه رو این کردم، چهارمی دیدم نه هیچی بلد نیستم، گفتم ایرادی نداره از تکنیک مواقع استثناء استفاده کنم، برم رو اون درسی که قوی ترم از اون شروع کنم. گفت رفتم رو اون درسه دیدم آره اولی رو بلدم، زدم دیدم دومی رو بلد نیستم، سومی رو بلد نیستم، گفت کلم بریدم. گفت چند لحظه چشامو بستم، گفتم بذار با خود تسلط داشته باش بله. برم با یه درس دیگه شروع کنم. خوب. درس بعد همینطور، درس بعد همینطور، میگفت دیگه کلم خودمو باختم، اومدم بیرون، مدادو گذاشتم زمین. آب میوهشو خورده بود؟ نه نداشته بودم بیاد بیرون. خوب. بستم، اجازه گرفتم انقدر دستم خوشو که مثلا بیام بیرون. خب تا اون امضا رو نکنن بچه‌هایی که کنکور دادن بیان، یه دونه ساعت 10 به بعد که میتونن بیان، بچه‌ش دومو رو بده که بیاد بله. خب هر چی به آقا اصرار کردم که من میخوام بلند شم قبول نکرد بله. میگفت هیچ، دفترچه رو بستم شروع کردم برای خودم فکر و خیال کردن که مثلا آره من سال دیگه مثل آدم میشینم میخونم، و این چیزی که بچه‌ها میگن سال دیگه مثل آدم میخونم، سال دیگه این کارو میکنم، این کلاس ها رو ثبت نام میکنم، نمیدونم چیکار میکنم. گفت برای خودم یه برنامه‌ریزی کردم و بله. باز وقت تموم نشده بود. گفتم بذار حداقل اینا که یه بار بخونم، من که گذاشتم برنامه‌مو برای سال بعد ببینم چی بود، چرا اینقدر سخت بود. میگفت شروع کردم خوندن، هر سوالی هم که بلد بودم میزدم، دیدم برای یه چند تا این وسطا هست که مثلا بلدم، این سوالایی که بلد بودم میگفت زدم، منتظر موندم که این دفترچه دومی رو بیارن من امضا رو بزنم و برم. میگفت دفترچه دوم اومد، نگاه کردم، گفتم حالا من که گذاشتم برای سال بعد، بذار اینم حداقل یه بار بخونم. میگفت خوندم و اینا، میگفت به خودم اومدم دیدم ساعت 12 و نیم، 12 و 10 دقیقه است که دارن تمام میکنن اینا، هیچی تمام شد، منم مثل بقیه کنکور دادم، رتبه شده بود بشه 236 ماشاءالله. بعد یکی از دوستان بهش گفت ابراهیم اگر اجازه میداد بلنشی واقعا میرفتم. گفت به قرآن میرفتم، به جون مامانم میرفتم. یعنی میخوام اینو بگم، شما فقط همین سه تا نکته ای که حدیث بهتون گفت رعایت کنید، رتبتون خیلی یه چیز عجیب غریب تر میشه. و میدونی آخه ایرادشون اینه که فکر میکنن باید کارهای عجیب غریب انجام بدن. میدونی ایرادشون یه آمپولی که مثلا من بزنم این چیزی تو مغزم دانلود شه. آقا مورد بعدی در مورد اینه که وقتی که داری سوده وقتی که داری صورت سوال رو میخونی خواسته های سوال رو مشخص کن. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ این باعث میشه تو در کم بوده وقت صرف جویی کنی، یعنی یه سوال منظور نشی 10 بار بخونی، همینطور که داری صورت سوال رو میخونی خواسته های سوال رو برجسته کن، بولش کن، بفهم چی ازت میخوای. این نیاز به تمرکز داره، این نیاز به دقت داره، نیاز به هوش داره. این باعث میشه چه من دوبار سوالا نخونه، سه بار سوال، این یعنی صرفه‌جویی توی وقت. آخ تویی که میای میگی سر آزمون وقت کم میارم، مدیریت زمان ندارم. خب این یکی از کاراشه.
جدا از اون که تست خیلی زیاد زدن مهارتتو تقویت میکنه و سرعت عملتو میبره بالا و تکنیک محاسباتی که حدیث است اینجا موهای سر خودشو دونه دونه میکنه میگه جون مادرت انجام بده هر شب واسه من عکس بفرست، دقیقاً به خاطر همین قضیه است. این میشه مورد بعدی که باید خیلی حواستون رو جمع کنید. یه کاری که بچه‌ها خیلی اشتباه میکنن و باعث میشه این مورد خراب بشه اینه که دارن این سوالا رو میخونن یه چششون به سوال بعدیه. آره اصلا استرس بعدیه چی گفته؟ فکر میکنم اینجوری خیلی بهترم مثلا، فکر میکنم که مثلا نه من یک دیدی هم نسبت به بعدی ندارم. خب نه، همیشه گفتیم چیزایی که تک کارم خیلی بهترم، وقتی ما فوکوس کنیم روی چیزی قطعا موفق میشیم. مطلب بعدی به اون چی میگه؟ مطلب بعدی میگه که از رد گزینه استفاده کن، یعنی گزینه های غلط و کامل کنار بزن تا به گزینه دوره. اینا رو دیگه بلدید، خیلی در موردشون شنیدید، ما زیاد اینا رو توضیح نمیدیم. بین گزینه ها پاسخی رو انتخاب کنید که کامل تر باشه. همین داستان کنگور الان چیزی شده که میاد به تو میگه که آقا مثلا بین معمولا و گاهی اوقات، یعنی مثلا هم معنی میده، یعنی واقعا باید خیلی ریزبین باشی، یعنی باید خیلی عمیق خونده باشی تا بتونی جواب درست رو، یعنی خیلی وقتا چهار تا جواب درسته ببینی یه مطلوب است. خدا یه دونه مثلا چه میدونم رگت شده رگ ها میشه جواب درست. به خاطر همین باید حتما جوابی رو انتخاب کنید که کامل تر باشه. جون مادرت، جون مادرت، هم تا سوالی که میزنی حتما چک کن ببین پاسخو درست وارد کردی یا نکردی. زنده نمیذارم بعد کنکور بیای بگی استاد میدونی چی شده، من اصلا بعدم فهمیدم رتبم نفر آخر شدم به خاطر اینکه از سوال یک اشتباه وارد کردم. خب جون در نیاد، هر 10 تا 10 تا بیا اینا رو چک کن که ما به داستان نخوریم، مشکل ساز نشه. اصلا شما باید سوال رو یه دونه یه دونه وارد کنید، جمع نگیرد بکنی تسلای 10 تا 10 تا وارد کنی، 20 تا 20 تا وارد کنی. بعد پس دفترچه ها رو ازتون میگیرن اونجا، عمومیه دیگه، مثل مدرسه تون نیست که بگیم مثلا آقا تو رو خدا، خانم تو رو خدا، یه چند تا اینا رو وارد کنم بعد بهتون میدم. نه، میگن دفترچه رو میگیرن خیلی با احترام ازتون و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. حتما سوالی رو که میزنید بلا فاصله وارد پاسخ برگتون بکنید. دقیقاً. میگم بچه‌ای که خیلی قدر و قوی هستید اینو گوش کنید، بچه‌ای که معمولا درصد 80 به بالایی اینو گوش کنید. همیشه تو هر آزمونی ما سوال غلط پیدا می‌کنیم، تو کتابی که چاپ میشه شما سوال غلط پیدا می‌کنید. پس آماده اینم باشید که تو کنکور امکان داره یک سوال یا دو سوال یا تو آزمون ایکس و ایگر یکی دو تا سوال داشته باشه. پس تو اونجا نمی‌شی وای پس من بلد نیستم، یه وقتی ممکنه واقعا سوال اشتباه باشه. پس آماده این قضیه هم باشید. پس اگر سوال اشتباه، امکان وجود سوال اشتباه، این یه مورد. و مورد پالتون می نویسه، مدادم نمی نویسه. امکان وجود سوال اشتباه هست. و مورد بعدی، به آسون بودن سوال شک نکنیم، سوال آسون هم هست. و خواهش میکنم مورد آخر دیگه بریم سراغ بحث اصلیمون. مورد آخر اینه که آخر جلسه که میشه، شما البته بچه های من خیلی دوستن، از همون اول جلسه خسته میشن. اینا حتی الان هم تو خونه تست میزن، استاد 4 ساعت نمیتونم بشینم سر جلسه، خسته میشم. بابا بچه های به خدا متوسطه اول، من با تیسوشان متوسطه اول دارم کار میکنم، خدا شاهده ساعت مطالعه شون بدون مدرسه 7-8 ساعته. چجوری رود میشه میای میگه 7 ساعت درس میخونم خسته میشم؟ واقعا خجالت نمیکشه؟ قد و هیکل تا یه نگاه به خودت بنداز. بعد دارن برای آزمونای تیزهوشان میخونن، میشینن 3 ساعت 4 ساعت آزمون میدن، بعد صداشون نمیاد. بعد استاد تو خونه که آزمون میزن دفترچه دوم دیگه آخرش حوصله ندارم. من نمیدونم آدمی که هدف داره، آدمی که دنبال یه داستانیه، آدمی که دنبال رتبه هستش، من اینو درک نمی کنم چرا باید خسته بشه؟ آیا ما سر جلسه وقت سرخاروندن داریم که وقت خسته شدن داشته باشیم؟ این همه 12 سال تو برد بارون بدبختی بیچارگی پول بده برو کلاس، بیا مدرسه، آی خدا کنه فردا برد بیا مدرسه تعطیل شه، حالا الان کرونا اومده اشغاله، اون موقع اینطوری بود دیگه، شب میخوابیدی برف همه جوان بودی مدت دیگه برف نمیاد. بعد تو این همه زش پول بدبختی بیچارگی که بری 4 ساعت بشینی کل سرنوشت زنده، خسته شدن چه معنایی داره؟
خب عادت بده خودتو، تمرین بکن، این عادتو در خودت به وجود بیار که خسته نشی. اوکی، اینم از این. پس حالا اتفاقی که میخواستم بگم میفته تو مورد آخر، آخر جلسه شما قطعا خسته میشی، بدن 4 ساعت نشسته پشت صندلی، مغز مدام داره از این دیتا به اون دیتا کار میکنه، تو خسته شدی. سوالا رو بر نگرد، دست کاری کن. یه ده بر میگردن نه آره. نکنه اینه، نه بذار پاکش کنم. 99% معمولا اشتباه میشه یه سوالی رو دوباره بخواهی حل کنی. من تجربه خودم میگم، من یه اشتباه تو کنکور خودم کردم، تازه یه سوال بود، ولی چه حسرتی رو دل علی سیف گذاشت که الان که الان 11 سال 12 سال از اون کنکور داره میگذره، خیلی شادم میشم. من هنوز حسرت اون یه دونه سوالم میخورم. سر سوال ریاضی بودم، بغل دستی من، بعد جالب بود بغل دستی من رقیب شدید من بود، یعنی ما بچه های مدرسه‌مون همه یه حوزه بودیم، بعد اون دختره کلا ما اینطوری بودیم که ما خیلی رقابت شدید با هم داشتیم تو این آزمونا، تراز و مراز تو شهر و معلما و اینا. بعد من از اونا بودم که 20 تا میشد 1975 خونه رو سیل می‌برد، چرا من امروز 1975؟ من اینجوری درس خون بودم. بعد آقا مثلا جلسه شانس بعد من ما. بابا این آدم چرا باید بشینه کناره من؟ اصلا رویم رو ترکون نشست کنار من. آقا کنکور شروع شد و ما داشتیم سوالا رو میزدیم، تموم کردم، وقت اضافه بردم، داشتم حالا مثلا اون ضرب در منفیه رو واقعا داشتم اجرا میکردم، برگشته بودم رو سوالای زده، یه لحظه چشمم به پاسخنامه افتاد، دفترچه‌اش باز بود، رو سوالای ریاضی بود. خب ببین چرا لحظه میخوام بگم استرس یه کاری با آدم میکنه که تو مغزت قفل میکنه، دیگه قدرت ریکاوری و فکر کردن نداری. یه لحظه نگاه پاسخنامش کردم، دفترچه باز بود، اونم سوال ریاضیش بود. یه حد دیدم من سوال یکم و دو زدم، اون سه زده. خب بابا دفترچه با هم فرق میکنه، تو گروه ای او دیه. اصلا اینقدر استرس گرفتم یه لحظه یادم رفت که آقا دفترچه ها با هم فرق داره، تو درست سرگرد سوال درست رو پاک کردم، چون اون زده بود سه من زدم سه. ببین و بعد اشتباه شد، در صورتی که جواب خودم درست بود. چه سختی یه دونه سوال رو دل من گذاشت که هنوزم یادم نرفته. پس این خیلی مهمه، آخر جلسه که خسته میشید دستکاری نکنید، پاک نکنید، جابجا نکنید که اشتباه نشه. آقا صحبت من تموم شد. من نکاتو گفتم به خاطر اینکه این نیم سال دوم درگیر آزمونن، تست زدنن، بعد تستنمون باید بیاد بالا دیگه. آره دیگه، دیگه اصلا باید تست با رنگ شه. البته بچه‌ها ما برای جلسه آزمونتون یه برنامه خیلی مفصل داریم، چون خیلی این یه هفته صحبت شاگردا در مورد این قضیه بود. بریم روی پاور، بریم روی پاور، بریم صحبتمون. آقا شروع کن، یه آب جوش هم اگه به من بدی، خیلی جیغ زدم. بفرمایید. خب من اینو بزن، من بزنم بعد. بریم سراغ کار خودمون. خب بچه ها چای بیار، فرقی نداره، یه چیزی گلوم تازه شد. خب ایده اصلی این مطلب من از میدونی کجا اومد، یه دونه من گزارش خوندم توی یه روزنامه خارجی بود، ترجمه هم نشده بود ولی خیلی برام شیرین بود. بله. راجع به یه مدرس پیانو بود، یه روشی رو شروع کرده بود. بله. که اصلا یه دقیقاً اینجوری تو مغزم زد که مثلا همچی داستانی واقعا چقدر میتونه توی به منی که مثلا تو کار مشاورم و تو کنکورم کمک کنه. خب این آقای مدرس پیانو مدعی شده بود که دانش آموزاش، دانشجوهاش، دانش پذیراش بله. میتونن تو 6 ماه در سطح یک نوازنده بین المللی پیانو بزنن. بله. چیزی که حالت عادیش تو جامعه تقریبا ممکنه 10 تا 13 سال طول میکشید. بله. ولی این آقا مدعی بود که به بچهای من همه‌شون تو 6 ماه. و روش کارش رو اومده بود توضیح داده بود که اینا رو راجب اون نوشتم. خب این آقا یک شرط خیلی خیلی جالب برای حضور در کلاسش داشت. بله. شرطش چی بود؟ مثلا هر روز به بچه‌ها یک برنامه میداد، بچه‌ها باید اون برنامه رو اجرا می‌کردن، در صورت اجرا میومدن. مثل همین معلم‌های خودمون بچه‌ها میگن باید تکلیف بفرستیم تا جلسه بعدی آزاد بشه. بله. برنامه منتها درسی نبود. برنامه چی بود؟ میگفت امروز باید زنگ بزنی به اون دوستت که مثلا باش قهری، باش آشتی کنی، بعد بیای سر کلاس. امروز باید گل بگیری، مثلا ببری تو گهریزه خانه سالمندان به اونا بدی، بعد بیای سر کلاس. هر روز یه کاری این شکلوار انجام میداد و بچه‌ها در بهترین شرایط ممکن میومدن سر کلاس. همه جلسه بعدی برای من گل
بیان کلاس نداریم. خب ببین یک از ایراداتی که مثلا خب خیلی هم من میدونم باش درگیرم هم تو، خانواده ها هستن بچه با باباش دعوا شده، با مامانش دعوا شده، الان میخواد درس بخونه، مغز دیگه جایگاهی برای کار کردن بله. نداره قدرتی تو وقتی عصبانی هستی خلاقیتت صفره. دقیقاً آرامش فاکتور مهم زندگی. من یه دوستی داشتم میشناسی، علی میرصادقی، یکی از نویسنده‌های خیلی بزرگم هست، میگفت من میرم صبح بلند میشم جلوی آینه برای خودم ادا اصول در میارم، حالا کسی هم نیست ولی اصلا حالم حال بهتری میشه. بعد میام شروع میکنم کار کردم، بعد میام شروع میکنم مثلا نوشتن یا کار دیگه کردم. دقیقاً خیلی خواننده، یه خواننده بود که باهاش مصاحبه کرده بودن، میگفت قبل از اینکه برم رو استیج میرم تو ماشینم موزیک گوش میدم، مسخره بازی در میارم، ادا در میارم، بعد میرم رو استیج کنسرتم برگزار میکنم. و این انرژی های من باید در بالاترین حالت ممکنه باشه. بچه ها فرض کنید یه ماشین مورد علاقتون نمیدونم چیه، این آماده نباشه، بهترین ماشین دنیا رو داری تو، اصلا یه بوگاتی داری، یه دونه نمیدونم رولز رویس داری، هرچی، این بنزین نداره، آب و روغنش تعویض نشده، دیگه هر چقدر این شرکت سازنده ماشین بهترین کارش هم ارائه داده باشه رو ماشین تو، تو قدرتی برای راه رفتن نداره این ماشین. ذهن شما، مگه ما نمیگیم مغز بزرگترین ماشین طبیعته؟ باید آماده باشه، یک سری پیشفرض ها داره، یک سری کارا داره که باید حالش حال خوبی باشه. درست. این قضیه خب همینجوری که تو 13 سال وقتی میکنه 6 ماه، ببین چقدر صرف جویی در زمان میکنه و عملکرد ما رو خارق العاده میکنه. من زمانایی که حالم حال خوبی هستن دست به قلم شدنم خیلی برام چیزی بگم تره. یه چیزی بگم، من اصلا دوست ندارم بیام مثالای عجیب غریب بزنم، دوست دارم بیشتر تجربیات خودم رو به شاگردان منتقل کنم. در مورد اون شارژ انرژی به خدا قسم چند روز پیش داشتم با یکی از دوستای صمیمیم صحبت میکردم، بهش گفتم که گفت اومده بود تو راه اندیشه سر کلاس من نمیدونستم، بعد اینکه کلاس تموم شد دیدم عکسای کلاسمو داره برام میفرسته، گفتم اگه تو سر کلاس بودی؟ گفت آره اومدم ببینم کلاس چه شکلی. بعد داشتم باهاش صحبت میکردم گفت هریس چقدر سر کلاس خودت انرژی داری؟ گفتم فلانی شاید باورت نشه ولی من اون یک ساعت دو ساعتی که سر کلاسم خودم به صد میرسم، یعنی احساس میکنم خودم بیشتر از شاگردام انرژی میگیرم. بعد اتفاقی که میفته همه کارهای مهم زندگیمو میذارم پنجشنبه هایی که شبش مثلا روزش کلاس داشتم، چون میدونم کار خوب پنجشنبه شب انجام میدم. حالا مثلا چه میدونم این مطلب میخوام بنویسم، مهمونی داشته باشیم، چیز میگم بمونی بعد کلاس، چون واقعا شارژم، یعنی خودم تا 24 ساعت بعد کلاس شارژم. یکی از باز پیش فاکتورهای این مطالعه کار ما این ذهنیت های منفی بچه‌هاست. آقا وقتی که الان چوری که من آخرین بار که حساب کتاب کردیم تقریبا آقا میگن که هر دانش آموز تجربی 2% شانس داره که قبول بشه، اون یعنی صفر دیگه، یعنی هیچی دیگه. از الان برای چی باید بخونم وقتی این وقتی میگن 7000 نفر رتبه 20 وجود داره، معدل 20 وجود داره، جای من کجاست؟ چرا باید اصلا تو این مسابقه شرکت بکنم؟ من که نمیشم که. بله. ولی وقتی میگم رتبه های برتر رو میبینی، معدلاشون رو میبینی، اون لایف استایل قبلیشون که چجوری زندگی کرده میبینی، میبینی با اینا خیلی هاشون از متوسط هم حتی پایین تر بودن. اصلا تفکش بابا من شاگرد داشتم معدل 12، معدل 12 داره پزشکی ایلام میخونه، دیگه رستگار رحمانی رو فکر نکنم کسی باشه در دنیا. 11 بود معدلش، چند بود؟ آره دیگه همون حدودا بود. غیر ممکن ممکنه بچه ها. این من 82 وارد کار شدم، تا دلتون بخواد اشخاص بسیار متفاوتی داشتم که خیلی کارهایی که اصلا حتی خودشون هم باورشون نمیشد ازشون سر زد. یکیش همین ابراهیمی بود که بهتون گفتم، یکیشون کیان تقوی بود که الان داره دامپزشکی تبریز میخونه، که کسی که فقط از عید شروع کرد، یعنی تو کل از اید شروع کرد، نه اینکه مثلا قبل هلک هلک می اومد و کلن صفر مطلق بود، صفر کلنی. آخری کلاس در مورد TNT هم صحبت کنیم که بچه هایی که خواستن برای مشاوره و کلاس رو ثبت نام کنن شرایط چجوریه. خب بچه وقتی با شروع شوق وارد این آقای پیانو، این آقای که استاد پیانو بود، میگه وقتی که اون لذت کاره باشه بله یادگیری در من خیلی بالاتر میره. آفرین، عشق و علاقه خیلی مهمه. وارن بافت میشناسینش؟ همه دومین ثروتمند جهان بود، الان نمیدونم اینقدر این بالا پایین میشن. به این جمله خیلی بال گفته، گفته من نمیدونستم که اصلا چجوری میخوام پول دارشم. من این جملهشو خیلی دوست دارم.
همه جا تو مصاحبهش هم میگه، میگه من هیچ وقت نمیدونستم چه جوری میخوام پول داشم، ولی همه جا و همیشه میگفتم من باید ثروتمندترین فرد جهان بشم. خیلی جمله سنگینه نه؟ یه جمله داره راجع میگه این کلاسای پولدار شدن اینا تو اینستاگرام آره. دیدین چقدر یاده، میگه فکر کن تو پولدار میشی، همه برای آره. من فکر میکنم پولدار. میگه که میخوای شغل شروع کنی، میخوای کار شروع کنی، من یکی از بدترین دغدغه‌ام دقیقاً انتخاب رشته اینه. آقا میشه یه دونه رشته برای ما بزنی پولش خوب باشه، خیلی پولدار بشم با این رشته؟ خب نداریم همچی چیزی. جملهش خیلی قشنگه، میگه میخوای پولدار بشی، اوکی، فرض کن از لحاظ معیشتی تامینی، هیچ مشکلی نداری، الان چیکار میکنی؟ چه شغلی انتخاب میکنی؟ همون انتخاب کن، قطعا پولدار میشی. همش برمیگرده به یادگیری، لذت، علاقه. اینا خیلی مهمه. ببین من میخوام یه چیزی بهت بگم، من میخوام بگم الان، یعنی اینکه همین الانش، همین لحظه، همین ثانیه که توش هستیم، واسه ساختن آیندمون هم دیره، چه برسه به اینکه حالا فردا باشه، هفته بعد باشه، عید باشه، بعد از عید باشه. توی بازه زمانی هستیم که دیگه باید به اوج تلاشتون برسید با عشق و علاقه. یعنی اینجوری نباشه. ببین من متنفرم از اینکه برای رفع تکلیف درس بخونم، فقط برای اینکه حدیث سیف گفته که خب این تایم باید امشب درس بخونی، فقط برای اینکه برم تو گروه شاگردای حدیث سیف امشب نفر اول باشم، بزنم 15 ساعت. متنفرم از اینکه دانش آموزی به خاطر اینا درس بخونه. این دانش آموز موفق نمیشه. حالا تو خودت تو بکش حدیث سیف، بگو 20 ساعت باید درس بخونی. اونی که با عشق و علاقه اصلا نمیفهمه زمان کی شد 16 ساعت. اون حرف اول میدونو میزنه. یعنی واقعا این عشق و علاقه خودتون دیگه اصلا با اینا حرفا گفتن نداره، تو دیگه خودت تجربه کردی دیگه، با درسی که عشق و حال میکنی، معلمشو دوست داری، کتابو دوست داری، چجوری میری سمتش، درصدات چه شکلیه. حالا من بدم میاد از ادبیات، من بدم میاد از زیست، حالا خودتو بکش، نه که نمیاد بالا، به سختی میاد بالا. پس این عشق رو به وجود بیار. من میگم اون درسی هم که ازش متنفری، میخواد هر چی که باشه، ایکس و ایگرگ و هندسه و گسسته و منطق و روان و نمیدونم عربی و زیست و شیمی و فیزیک، هر چیزی که میخواد باشه، من میگم یکی از راه‌های ایجاد علاقه و لذت زمانی که تو تست درست میزنی، یعنی از اون ببین بدت میاد، ازش فرار میکنی، بعد یه مدت تو برنامه ثابت میشه، یه مدت تو برنامه ثابت میشه، هی میزنی هی میزنی، یهو میبینی آها بابا قبلا 10 تا تست میزدم 4 تا درست شد، الان شده 7 تا درست. بعد این لذت میبری، من از این بدم میومد، این 20 بود و الان شده 60 استاد. الان من دارم دیگه بچه‌ای که مثلا تکنیک زبان انجام نه اکثرا رسیدن بالای 60%. حالا بعد مثلا میگم استاد یادته ریاضی و زبان و تابستون 20 میزدم، الان به خدا قسم شاگرد داریم رسیده به 70. محمد درویش نمیدونم دوست سر کلاس یا نه، اومده بود کارنامه‌اش حضوری آورد، ما بس زبانم افتضاح بود، زبانو رسیدیم به 70. خیلی بچهای دیگه، امیر خسروی اصلا بازی سال نمیکرد، کسی که همه درصدا رو بالا میزد، همه بالا میزد، همه حضور کلاسی صد، ما بازی مشکل داشتیم، رو 45 بودیم، زیست رو کشونده بالای 60-70. ببین شدنیه، پس این به وجود میاد. خب همش به ذهن برمیگرده. ببین مثلا گاهی ما فکر میکنیم که همین، یه مثال ساده بزنم، این غذاهای این کشورهای آسیای شرقی رو دیدید، ملخ و سوسک و یه چیزایی که اصلا ما تصورش رو نمیتونیم بکنیم که مثلا همچین چیزایی رو میشه خورد، بعد جز گرونترین غذاها تو مملکت خودشونه. حالا شاید بخوای بگی اونا آدمای خاصی هن. نه، همین کله پاچه‌ای که ما دوست داریم الان چهارمین غذای حال به همزنه. همه چیز برمیگرده به فکر. مگه میشه فیزیکو دوست داشت؟ بله میشه. چجوری میشه؟ تو اون لحظه چیزی که حدیث گفت، لحظه شیرینی که یه مسئله است که نیم ساعت پاش علافی، بالاخره یاد گرفتی این چجوری باید هر، اون لحظه رو تصور کن، آیا لذت بخش نیست؟ 100%. اون اتفاقی که بعد قراره برات بیفته رو تصور کن. اون قهرمانای المپیک فکر میکنی مثلا لذت میبرن اونجوری دارن تمرینات عجیب غریب انجام میدن؟ نه، لذت چی داره؟ لذت اون بالای سکو رفتنه، اون گاز گرفتن، اون مدال طلای است، اونی که بهشون لذت میده. از همه چیز لذت ببین مستمع یه دفعه من گوش بده، میخوام یه حرف بزنم، اصلا یه کاغذ به درد نخور بهم میدید؟ این به درد نخور استاد. آقا ببین یه چیزی میخوام، همه واسه اینجا ببین، این کار خیلی مهمه که تو بیای وقت بذاری، نیم ساعت تمرین کنی، و ولی از همه مهمترش استاد به نظر من استمرار داشتنه. میخوام یه مثال
خیلی خیلی ساده برات بزنم. تا حالا میدونستی اصلا بهش فکر کردید اگر یه برگه کاغذ، همین برگه کاغذ رو شما 60 بار تا بزنی، یه برگه کاغذ 60 بار تا بخوره ضخامتش میشه 960 میلیون کیلومتر. خیلی عدد فضاییه. هی استمرار، هی ادامه دادن، هی ادامه دادن، به چه میرسه؟ نتایج خارق‌العاده رقم میزنه. پس استمرار مهمه، نه یه شب انجام بده. تکنیکی که من به یاد دادم، تکنیک زبان، تکنیک قرائت، تکنیک آرایه، تکنیک محاسبات روزانه، اگر مستمر نباشه به درمون نمیخوره. باید استمرار داشته باشه که تو عمومی تو سریع تو نیم سال دوم فضایی بیاری بالا. خب مطلب بعدی اولویت بندی کار هست. ببین یک برنامه ریزی درست باید همراه با اولویت بندی باشه. چرا سرفصل آزمون ها اکثرا یه کوچولو دقت کرده باشید یک تشابه های همه آزمون های مختلف بیرونی با هم دارن؟ چرا؟ چون اینا رو بر اساس اولویت بندی نوشتن. آقا من این رو باید مشاوره تعیین بکنه که مثلا تو دهم الان وقتشه بخونی، یازدهم الان وقتشه بخونی، دوازدهم الان وقتشه بخونی، دوازدهم با کدوم پایه باید بخونی. اینا رو یه چیزایی که باید با مشاورتون در میون بذارید، اون براتون تعیین کنه، اولویت بندی بکنه. آقا شما که الان خوب درس نخوندی، مثلا فصل دینامیک فیزیکو نمیخواد بخونی، مثال دارم میزنم، تو زور تو بذار مثلا برای این 3-4 تا فصل آخر. این اولویت بندی ها حتما حتما برای هر دانش آموز به صورت فردی باید بشه. و اما حرفه رفتار کردن، بچا یه مثالی خود این پولدارا دارن میگن میخوای پولدار بشی باید مثل آدمای پولدار زندگی کنی. بله. تو اگر میخوای پزشک بشی، اگر میخوای تو شریف درس بخونی، اگر میخوای تو تهران درس بخونی، بله، از الان مثل کسی رفتار کن که داره اون کارو داره انجام میده. کسی که تو پزشکی میمونه تا ساعت 2 نصف شب بازی بکنه، کالاف بزنه، فیفا بازی کنه، خدایی نیست. چت بکنه. نسا خدایا تلگرام کی بره این کار رو انجام بده؟ استاد نکنم. ببین تو بحث حرفه‌ای رفتار کردن یه مبحثی هست به نام deliberate practice، یعنی این که تمرین، اینجوری بخوایم معنیش کنیم بهتر، یه مقاله میخونم در مورد همین موضوع، تمرین تأملگونه. یعنی چی؟ میگفت آقا این که تو فکر کنی فقط، مثلا حالا من اینو مثالشو میارم، تو درسون داشت در مورد یه چیز دیگه توضیح میداد ولی دیدم چقدر به کار ما نزدیکه. میگه که آقا این که تو فکر کنی باید 16 ساعت درس بخونی، 20 ساعت درس بخونی که نتیجه بگیری و صرف نتیجه دادنه، نه، این اشتباهه. تو باید یک سری فرایندها رو طی کنی تا اینکه بفهمی کدوم روش خوندن برات بهتره، تو کدوم درس باید چیکار کنی که تقویت بشی، چیکار بکنی نتیجه آزمونت بهتر شه، افزایش تراز باید چجوری اتفاق بیفته، غلط نزدن حدیث صفر چجوری باید صفر بشه، مهارت تست زدن. ببین میگه این تمرین تأملگونه، میگه تو بیا این سری فرآیندها رو جلو ببر. میگه آقا صحبت از آزمون و خطاست، یعنی میشه نمیشه، میشه نمیشه، جواب میده جواب نمیده، تا برسی به اونی که جواب میده. تا بعد میگه آقا توی این فرآیند، خیلی حرف قشنگی میزد، میگفت توی این فرآیند خودتو با کسی مقایسه نکن. نوه سغرا خانم پزشکی قبول شد، من خودم با خودم مقایسه میکنم. خیلی قشنگی بود، خیلی حال کردم. یعنی چی؟ یعنی حدیث سی هم خودشو با یه نفر دیگه مقایسه کنه، حدیث سی باید خودشو با سال قبلش مقایسه کنه، حدیث سی باید فرایند امسالشو نسبت به سال قبل، فرایند امروزشو نسبت به دیروزش مقایسه کنه، آزمون رو خطا بده، ببینه کدوم میشه حدیث سیف بهتر. تو هم همینی، میگه توی این فرایند تأملگونه مدام خودتو با دیروزت، سال قبل، نیم سال اول مقایسه کن، روش هایی که به کار بردی خطا شده حذف دلیت، روش های جدید سلیکت، امتحان اوکی میشه به جواب بده. غیر از اینه بیداری دیگه. خب بریم. و اما این مطلبی که اینجا نوشتم، نوشته دونده دو سرعت باشید نه ماراتون. منظور چیه بچه ها؟ من باید تمام انرژی که دارم رو، ببین انرژی مثل باتری گوشی و موبایله، دیدید باید میگن خالی بشه بعد دوباره پرش بکنید، خالی بشه نمیگن همیشه بزنید به شارژ، نمیگن هم همیشه خالی بمونه. این یعنی چی؟ یعنی من دارم باکس 50 دقیقه اول رو میخونم،
بعد میخوام برنامه‌ریزی کردم که 10 تا باکس بخونم، انرژیمو نمیخوام بذارم کامل، نه میگه من تمام انرژیم رو کامل بذارم پای کار، این 50 دقیقه انرژی مثلا خالی بشه، بعد یه استراحت کوچیک میرم 10 دقیقه انرژیمو دوباره ریشارژ کنم. اوکی، نه اینکه بر جوری برنامه‌ریزی کنم که نه حالا آروم ملو برم تا ساعت 10 شب با همین انرژی بمونم، نه انرژی باید خالی و پر بشه. اگر قراره باتری زندگیتون کامل شارژ بشه، کامل بهتون نیرو بده، باید مدام خالی و پر بشه. درسته. من میگم اینجا وقتی اینجا هستی یه زحمتی به خودت بده، به پایان مسابقه فکر کن. اگر وسط این مسابقه عرق نریزی، اشک نریزی، ناله نکنی، خسته نشی، هیچ وقت روز اعلام نتایج اشک شوق تو چشات جمع نمیشه. خوشحالی روز اعلام نتایج رو هیچ وقت تجربه نمی کنی و به جاش افسردگی بعد از اعلام نتایج کنکور و خدای نکرده یک هفته تو بیمارستان بستری شدن که کم از این موردا نداریم. به خاطر همین توی این بازه زمانی به پایان مسابقه فکر کن. پایان مسابقه انگیزه توه، پایان مسابقه روز اعلام نتایجه که مادری که میاد میشینه جلوی من میگه خانم سیف نتایج که اعلام شد حالا امسال اومده داره با من کار میکنه، خدا شاهده یواشکی بچه توی اتاق دو روز عشق ریختم. این میشه پایان مسابقه. پس به پایانهای مسابقت زیاد فکر کن. اینجا باید ببین اگر نجنگی منتظر موفقیت باشی، پیروزی باشی، باید مسئولیت خودتو بپذیری که من آدمی بودم 24 ساعت درگیر بحث با پدر مادرم بودم، رفیق بازی داشتم، بیرون رفتم گیم نتم گوشیم برا بود، پس من حقی ندارم نسبت به نتیجه کنکور ها خرابی بکشم. حدیث سید به خاطر اینکه حقمه پروازه میخوری پای لرزشم میشینی. برمیگرده به همین دیگه، حرفه رفتار کردن که تو صحبت کردیم. و اما راه های افزایش عمل کرد. ببین تصمیم آگاهانه، خیلی از ماها میدونی چرا مشکلاتمون حل نمیشه؟ چون اصلا اون رو مشکل نمیدونیم. یعنی به ماشین اکثر دیدی چرا مشکلی کدش خیلی خوشی کلا رو فکرم از اون ورداشتی کلا گذاشتی. خیلی از ماها اصلا مشکل رو مشکل نمیدونیم، خیلی ما بهش افتخار میکنیم. نمیدونم تو این بحث رانندگی دیدید بعضی از این راننده ها میرزن تو لاین خاکی گاز میدن جایی که ترافیک مثلا میرن فکر میکنن مثلا خیلی درنگن. یعنی ما هنوز اون درک نرسیدیم که مشکل. خیلی از ماها فکر میکنیم که نه آقا گوشی، درسته یه بخشی از حرف کاملا درسته، یکی از واجبات دنیای امروز، من چجوری باید گوشی رو بذارم کنار؟ من باید تصمیم آگاهانه بگیرم. آقا من امروز اینجام، قراره به اونجا برسم، مشخص کنم هدفم رو. این قانون پارکینسون که نوشتم، این پارکینسون یه روزنامه نگار بود، بعد قانونش اومد تو روانشناسی، خیلی یه مطلبی نوشته بود که بعد امروز ما تو روانشناسی ازش استفاده میکنیم. پارکینسون چی میگه؟ میگه که زمان انجام یک کار در واحد زمان میتونه منقبض یا منبسط بشه. یعنی چی؟ مثلا من میام در نظر میگیرم یه بازه ای رو برای درس خوندن، میگم بله. آقا مثلا من زیست رو میخوام توی امسال زیست رو بخونم، بله. دقیقاً یک سال طول میکشه خوندن زیست من، ولی بله. میام بازه باشه، میگم آقا من 5 تا 5 شنبه دارم، بله. میخوام توی این 5 شنبه این زیست رو خورد کنم، باور کن توی یه ماه میخونمش. پیشنهادم به بچه ها اینه، ظرفیت خودتون رو پیدا کردید، همتون میدونید چقدر ظرفیت دارید، این رو بذار کنار، بگو آقا من تو مثلا 50 دقیقه 10 صفحه میخونم، الان بیا بکنش 12 صفحه، به خدا مغزت یه کاری میکنه که حتما بتونی. براتون پیش اومده یه جایی هست تو آزمونا، زمانای ما بود حدیث مثلا امتحان دو میرم داری بگی من سن شما ماخه، بابا من خیلی جوونم، خیلی میگه زمان ما، خب بعدم 30 سال از من بزرگتره دیگه. نه مادر من این حرفا نیست، ولی آره یه تایمایی قدیم زمان من، حالا نه خب زمان ما حالا گناه هم دردی میکنیم. خب امتحان لو میرفت، مثلا از کلاس بغلی امتحان گرفته بودن، سوالا لو میرفت، ما تو 10 دقیقه کل ورقه رو حفظ میکردیم. حالا همین ورقه رو میخواستی تو خونه بخونی 2 ساعت باش باید وقت میذاشتی. آفرین. مغز وقتی تحت شرایط قرار بگیره، پارکینسون اینو میگه. یه چیز بگم، یه مثال بزنم، سالدان مثالهای ایران حدیثه، مثل دقیقه 90 فوتبال نیست، همه بازیکن‌ها دارن زور
دروازه. یعنی عقب مثلا تو 90 دقیقه اینطوری بازی می‌کردی به قرآن تیمتون 10-0 استقلال می‌بره. مگه غیر از اینه؟ خب مسئله بسیار بسیار مهم اقدام به کار. ما تا دلتون بخواد عالم‌های بی‌عملی داریم که فقط میشینن فکر میکنن، مثل این گروه های اینستاگرامی، پولدار میخوای بشی تفکرتو مثبت کن، به پول فکر کن، پول در تو سرازیر میشه. آره جلو تو دستی. من تا اقدام به کار نکنم هیچ اتفاقی برام نمیافته. تصمیم گیری تو کردی، کاراتو کردی، اوکی حله. حالا اقدام به کار بکن. تا اقدام نکنی اصلا شده یه اقدامک. ما بهش میگیم اقدامک، مثلا یه کار کوچولو. من آقا از این بعد شبا بیام 5 تا دونه تست ادبیات هر شب بزنم. نزنی حرف و پکی بر تو این اینستا. اینا چی دو دقیقه؟ اینا اگه یه شب تو اینستاگرام نباشن از مدیریت اینستاگرام با اینا تماس میگیرن که نیست امروز. یکی دیگه از رازهای افزایش عملکرد داشتن تمرکز روی یه چیز خاصه. خب ذهن شماها قبول دارم یه ذره ویژگی‌های خاصتری داره. شماها مثلا میتونید روی چند تا چیز خاص تمرکز کنید. ما آقایون خب این قابلیت رو نداریم واقعیت. در واقع قدرت تجسم ما آقایون خیلی قوی‌تر از خانم‌ها. ما تک‌کاره ایم یه جورایی. خب برای درس خوندن چه دختر چه پسر ما باید تک‌کاره باشیم. تمرکزمون روی یه چیز باشه. من الان دانش آموز دارم، میگه آقا من 11 سال کلاس زبان میرم دیگه سال کنکور نمیتونم ولش کنم، که من چند سال الان رفتم تیم ملی، خب این ورزشمو نمیتونم ول کنم. ببین با یه دست دو تا هندونه نمیشه بلند کرد. من باید، من نمیگم حتما راه مثبت از درس میگذره، شاید تو یه فوتبالیست به نام شی یکی مثل رونالدو 100 برابر من و تو و چه میدونم کل این کلاسینا شاید در بیاره 100%. خب ولی چیزی که میخوای روش تمرکز کنی فقط همون رو انتخاب کن. نمیشه من هم تو فوتبال پیشرفت کنم هم تو از این ور. یه خانواده ایرانی اینجوریه، مثلا میگی که این باخت آقا. آره. من خودم بهتون میگم یه جوکی برات بگم خیلی خنده‌دار بود. میگفت که تو به این خانواده ایرانی بگو که من میخوام برم قاچاقچی بشم. میگه تو در کنارش درستم بخون. آره. یه قاچاقچی محصل با تحصیل کرده نمیشه. چرا؟ فقط یه چیز فوکوس کرد. بله بریم بعدی. تونتون ظرفیت بدن. آقا 11 ساعت درس خونده، نهار نمیخوره، غذا نمیخوره و شروع میکنه درس خوندن. این یه بودش. یه بوده دیگه، خانم سیف من از امروز میخوام درس بخونم جدی جدی، یه برنامه 12 ساعته برای من بریز. استاد 17 12 چه بابا 17 برای من بریز. ترکوندم بعد فرداش مثلا میبینی تا لنگ زور نیست، فلانی کجایی، فلانی گزارش. استاد خب دیشب تا 3 داشتم میخوندم، تا 12 خواب بودم. نه دیگه آدم نوسان. ظرفیت بدنتو بشناس، بر حسب اون شروع کن فعالیت. بعضی از بچه‌ها میخوان برنامه‌ریزی کنن، میان یه برنامه مفصل میچینن که انجام ندن. افراد واقعی گرا نیستن. سالی کنکور باید واقعی گرایانه رفتار کنی، توانایی خودتو ببینی، علاقتو ببینی، همه رو همه جوانب و باید در نظر بگیری. ولی اون جایی که باید این عقل خوشگلتون کار بکنه نیستش، خونه خالص، احساسه میاد وسط، این بیچارت میکنه تو سال کنکور. شیرینه دیگه، تخیل شیرینه، مثلا با خود میبینیم آقا تخیل شیرینه، رویا بافی شیرینه، باشه ازش درست استفاده کن. من میگم ببین یه جمله میخوام بهت بگم، خیلی جمله خفنیه. من میگم که زندگی تو یه جوری بساز آینده. چرا من اینجوری هیکت شدم که شما منو ببینید؟ خب بذار بیام جلوتر. ببین من میگم زندگی تو یه جوری بساز، آینده تو یه مدلی بساز که خیلی قشنگتر از رویاهای الانت باشه. نمیدونم الان تو ذهنت چیه، خودتو تصور میکنی با روپوش پزشکی تو راهرو بیمارستان داری میری، اسمتو صدا میزنن، سرکار خانم دکتر فدانی، آقای دکتر نمیدونم خلبانی با لباس خلبانی داری تو فرودگاه میری، یه ملت دارن نگاه میکنن این خلبانی پرواز ماست. نمیدونم داری به این فکر میکنی که وکیل خفن شدی تو دادگاه، داری پرنده رو میبندی، خیلی حرفه‌ای برنده شدی، یه پرستار خفنی، یه فیزیوتراپ خیلی خفن شدی، نمیدونم معلم، استاد دانشگاه، هر اصلا یه فروشنده، یه مزون لباس خیلی خفن، همه ی... من میگم آقا هر رویایی داری یه کاری کن اصلا خیلی قشنگتر از اون بشه. زندگی تو قشنگتر از رویاهات بساز. این چون قبل از تو رفتن، کردن، تونستن بهش رسیدن، پس تو هم میتونی. تو نفر اول این داستان نیستی به قرآن، خیلی قبل تو رفتن تونستن. هر سال چند تو هر رشته داری 100 تا رتبه زیر 100 میدی،
داشتن. خیلی از این رتبه‌ها که دارن مصاحبه میکنن میان میرن به دروغ. آخه چرا؟ چرا سر بچه مردم باید کلا بذاریم؟ خب رتبه شدی بابا دمت گرم دیگه، چرا پول میگیری میری همه جا میگی که من با اون مؤسسه بودم، من با اون عضو. بابا بچه دچار واقعا گیج شده، میاد میگه فلانی تو صد تا مؤسسه رفته گفته من آزمون اینو دادم، به وندن پولا خوردن نداره. سر بچه مردم کلا نذار، مگه ما کم رتبه داشتیم که وقتی تو جشن کانون دعوت شد واسه رتبه به قرآن وقتی رفت رو سن ملت داشتن نگاه لباسش میگردن، یه لباس مناسب بنده خدا پول نداشت بگیره، ولی اون افتخاره، ولی اون برای من شاگرد با ارزشه. وقتی بهش گفتن گوشی نداشتی گفت من پول نداشتم گوشی بخرم، رتبه یک انسانی بود. اینا هنره، توی محدودیت ستاره شدن هنره، نه که 20 میلیون کتابت بریزه اونجا، 20 میلیون کلاست بشینه اونجا همش آفلاین شه به خاطر که خواب نازت بیدار نشی اینجوری داری خودتو بدبخت میکنی، به خاطر که تا 4 صبح داری توی اینستاگرام چت میکنی خودتو بدبخت میکنی. اینا هنره، این مدل درس خوندن هنره. من به شاگردی افتخار میکنم که وقتی زنگ زنگ میگه یه روز طول میکشه برم سر جاده، تا برسم روستا برم سر جاده برم مدرسه درس بخونم. این واسه من افتخاره، نه شاگردی که 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون خرج کرده آخرش هم قدر نمیدونه. باشه باز اگه قدر بدونی دمت گرم. اون بابا مامان بیچاره بنده خدایی که از صبح تا شب سر کار میره، به یه امیدی تو رو میذاره تو خونه، صبح میره سر کار، شب میره سر کار، وقتی میاد تو 24 ساعته تو این لعنتی داری میچرخی، بعد تا اون میاد سعی شروع میکنی درس خوندن. واقعا زشته دیگه، رسیدید به یه سنی که باید آیندهتون رو بسازید. بابا تموم کنید این مسخره بازی ها رو. اه خب من همیشه نیست بخورم. بهانه تراشی. آدم ها وقتی که به یه مشکل میخورن دو دستن، یه عده دنبال راه حلن، یه عده دنبال بهانه. بهانه یا همیشه یه بهانه دارن که خیلی از مواقع درسته، خیلی از بهانه ها درستن، ولی راه حل یا اصلا چیزی به اسم بهانه رو نمیشناسن، دنبال راه حلن. تو همین قضیه کرونا نگاه بکنید، یه عده از کسب و کارا، یه عده از بیزینس ها خوابیدن، به خاک سیاه نشستن، تعطیل شدن، ولی یه عده دیگه اومدن یه ذره بروز رسانی کردن، دنبال راه حل گشتن، گفتن خب اوکی مغازمون بسته است، الان چیکار میتونیم بکنیم؟ درآمدهایی به دست آوردن که اصلا با دوره قبلشون هم قابل قیاس نبود. من نمیدونم چقدر دانش آموز دارم که میگم الان چرا درس میگه حسش نیست به خاطر کرونا و این وضعیت. آقا این اصلا یه افسردگی گرفتم. نه بهانه تراش بیلیاقته، بتن بر میخوره بخوره اصلا برام مهم نیست. آدمی که بهانه تراشه بیلیاقته، کسی که لیاقت خودشو ندونه هیچ آدمی نباید نه کنارش باشه نه دلسوزش باشه نه بهش کمک کنه، چون لیاقت نداره. و اما شارژ انرژی، بحث اصلی امروزمون که اصلا این انرژی ها چی هن؟ ما 4 نوع انرژی داریم. این انرژی فیزیکی، انرژی احساسی، انرژی فکری و انرژی، اینها انرژی های متفاوتی هستن و روش های شارژشون هم متفاوته. مجموع این 4 تا انرژیه که میتونه من رو یک آدم موفق، یک آدم عملگرا، یک آدمی که با اون چیزی که میخواست حتما برسه، اون سچ واو بشه که اتفاق خیلی خفنی براش بیفته. بله. بریم دونه دونه با اینا آشنا بشیم. مثلا ما فقط بحثمون از انرژی چیه؟ مثلا فکر می‌کنیم انرژی چیز درونیه، یه دونه است، میخوابم درست میشه، یه دونه فیلم خنده‌دار می‌بینم اوکی میشم. نه. نمیره، بذار من بزنم. خب دو تا رفت. نه اون بغلیش بود میزدی. آره اوکی. خب اولین انرژی فیزیکیه، جسم ماست. بله. این لومباردی آدم خیلی چیز میگه خستگی انسان رو ترسو میکند. من وقتی خستم واقعا بیحالم، چه توی زندگی اجتماعیم چه توی زندگی مطالعاتیم. خیلی چیزا رو جسم ما تاثیر داره. خواب ما یکی از مهمترین داستاناست که یک جلسه مفصل خواب رو ما گفتیم، امیدوارم اگه کامل دیدید برید آفلاینش تو سایت هست. اختلال خواب، راهکاراش، درمانش، مراحل خواب، همه رو توضیح دادیم. خب دومی تغذیه است، این که من واقعا چی میخورم خیلی مهمه. این تو این فیلم‌های خارجی نمیدونم دیدین یا نه، طرف میره از فروشگاه بستر برمی داره پشتشو نگاه میکنه میبینه که چی داره، چی چقدر داره. آره مثلا پال قیمت این چقدره، اون اونو آره خورده ده تا بردار. خب ببین توی تغذیه، حالا قطعا بعدا تو کلاس نرمونش صحبت میکنیم، ولی من دیگه توضیح سربسته.
قبلا هم تو رو اندیشه واسه شاگردهای خودم توضیح دادم. ببین گروه ویتامین B اصلا از برنامه حذف نشه تو سال کنکور. سیستم عصبی بدن تقویت مقابله با استرس، عامل اصلی مقابله با استرس گروه ویتامین های B. منیزیوم اصلا از برنامه حذف نکنید به خاطر اینکه خواب آرومی واقعا براتون رقم میزنه. مثل چی گفتیم؟ گردو، سبزی جعفری، جوانه گندم. نرید قرص بخورید بگید دارو میزنم. گردو، جوانه گندم، دیگه یادم نمیاد الان، اینا رو استفاده کنید. بعد کلسیوم رو حتما استفاده کنید. لبنیات ماشاءالله سرشار از کلسیوم. دیگه چی داشتید؟ این لبنیات ها رو شب اگر استفاده کنید خب خیلی بهتره. اسید گلوتامیدو داشتیم تو جگر سیاه، توی ماهی، نه توی جگر سیاه و شیر، توی این دوتا هست. شیر زیاد بخورید، شبا بیشتر. مویزو داشتیم، مویزو داشتیم، آره اینا. بعد میوه و سبزیجات تازه برای کنکوری لازمی، تریپتوفان هایی که گفتیم تموم شد. نوشیدن متناوب آب، آب میوه، نوشابه انرژی زا ممنوع، قهوه کافئین. قهوه زیاد میخورم، ریتالین زیاد میخورم، نمیدونم هایپر روز میخورم. برو بخور تا جونت درد. خب بریم سراغ ورزش چون وقت نداریم. بدنی که آماده نیست، بدنی که گرفته است، چجوری میخواد 4 ساعت بشینه روی صندلی؟ بچه ها موزیک شاد گذاشتن دیگه نه خرجی داره نه نیاز به وقت خاصی داره. شما 5 دقیقه موزیک بذار تو گوشت داره نرمش کن. نمیگم حالا اون حرکات موزون و این چیزا داستان بشه برامون. ببین اینا یا این بره بومن یا اون بره، یهو میره یه وزنه 20 کیلویی برمیداره تا شب مرده است. رفتن بدن سازی وزنه داده 20 کیلو گفته من بزنی آسا نا ندارم درس بخوا. یه ورزش حوازی یه دوتا اینجوری اینجوری کن، دوتا با موزیک. الان بابا تمام این اینا اینستاگرام حداقل به این درد میخوره. خیلی از این پیجاشون رایگان داره تونتون چقدر داریم؟ نیم سر داریم. خب بریم دومین انرژی ما، انرژی احساسیه. بچه ها احساس با روحی حالا فرق داره، تفاوتاشو بهتون میگم. خب یکی از چیزایی که احساس خوب در ما به وجود میاره برنامه‌ریزی کردنه. بله خیلی از مواقع ما با برنامه‌ریزی کردن احساسات خودمون رو میتونیم مدیریت بکنیم. خب ببین احساس میتونه یه احساس خیلی خوشایند باشه، یه عصبی شدن خیلی. من مثلا قبل از اینکه بیام اینجا با حدیث دوام میشه، نه این اعصاب داره صحبت کنه نه من مثلا. خب حالا مثلا 10 دقیقه بعدم مثلا آره بعد 10 دقیقه بعدم آشتی میکنیم، ولی قشنگ خراب میشه این جلسمون مثلا. خب اون حس است. مامانه میاد مثلا من دارم رد میشم از جلوی تلویزیون، حالا درسم هم خوندم ها، دارم میرم سر مثلا یخچال یه آب بخورم، تو مگه درس نداری؟ تو مگه شنبه امتحان نداری؟ همین گند میزنه تو این اعصاب من حالا خواهم بیام جواب بدم. قبول دارم این به دل خیلی هاشون. آره. بعضی از پدر مادران دیگه رعایت کنید خدا وکیلی. حالا بچه ها واقعا گناه دارن، یه وقتی دارن درس میخوان بعد بچه ها قسم و اصول به قرآن تا آره. به استراحت هم بوده. من توی یه کتاب دقیقا یه راهکار برای این داده بود، خوندم خیلی قشنگ بود. چی بود؟ میگفت که تو داری درس میخونی، بعد خسته شدی میخوای بری استراحت کنی، بری بقیهش رو بخونی. خب. همین پاتو میذاری بیرون، یه دفعه بابا دقیقا تا هم جلوی تلویزیون، من این همه پول کلاسینو دادم، این همه پول مشاور دادم، اینه. تو از صبح اومدی نشستی مگه کنکور نداری فلان؟ تو هم حالا عصبانی میخوای که جواب بدی، تو هم شروع کنی بابا تو از صبح کجا بودی من بودم. میگفت که تو این مواقع تو دیگه الان نمیتونی برگردی درس بخونی. تو این مواقع برو سمت بابات، خیلی آروم خیلی ریلکس دستو بنداز گردنت، یه بگو حق با توه. میدونی من به بچه ها اینجوری گفته بودم دقیقا همونه. چه جالب، میگه موج موافق برو، نه یا گارد بگیر تو هم دعوا کن. اونا زورشون از تو بیشتره، چه بخوای که نخوای. آره دوست دارم دعوا بزن قندونا پرت بده اینه اونجا. بابا آروم برو بغلش کن. آره تو راست میگی، مهم اینه که آدم پیش خودش وجدانش راحت باشه داره میخونه، این مهمه. برو یه بوسش بکن، بغلش بکن، بگو حق با توه. حالا این ممکنه به هر حال، ببین تو یه اجتماعی داریم زندگی می‌کنیم، اتفاقات عجیب غریب زیاد میفته، وضعیت اقتصادی است، ممکنه اصلا با رئیسش دعوا شده، با یکی تو خیابون حرف شده، اومده اینو بریزه سر تو، بگو آره حق با توه، اوکی من الان میرم. تو هرس نخو، ولی به خدا از صبح داشتم میخوندم. دو تا کار کردی، یک اولا الان میتونی بری ادامه فیزیک رو بخونی، دو دیگه حالا حالاها بهت گیر نمیدن. یه عذاب وجدانی ته ذهن بابات هست که میگه عجب حرفی زدم جلوی بچه، مثلا این بچه با اینکه بچگیش چه برخوردی با من کرد. دقیقا. دیگه حالا حالا بهت گیر نمیدن. این روش رو تست بکنید، جوابش رو بگید. خیلی جواب میده. من 100 درصدش. چیزایی بود که اینا رو که گفتیم بریم تونتون که بعدی هم بریم. چای گرمه آقا، اونو خاموشش کن. انرژی فکری، من
با چه طرز دیدی فکر میکنم؟ شعر مولاناست: ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی جز استخوان. هر چیزی که فکر میکنیم درسته. اون کسایی که میگن نمیدونم این ذهنیت مثبت، مثلا ما الان مسخره میکنیم میگن فقط با ذهنیت مثبت پولدار نمیشه، ولی ذهنیت مثبت اصلی ترین چیز برای انجام یه کاره. من وقتی از پیش بازنده باشم دیگه معلومه که کاری نمیکنم، وقتی ولی وقتی باور دارم که یه کاری رو انجام میدم. فکر میکنم انیشتین بود میگه یه روز دیر میرسه سر کلاس، بعد میبینه کلاس تموم شده، استاد تکالیف رو نوشته و میره، میاد سری تکالیف رو یادداشت میکنه که جلسه بعد بیاد. این بچه‌هایی که تکلیف انجام نمیدن قشنگ حرفمو درک میکنن. وقتی تکلیف انجام نمیدادیم میومدیم جلوی کلاس وای میسادیم که معلم قبل از اینکه بیاد مثلا یه جوری مخوشو بزنیم جلوی بچه‌ها زایمون نکنه. اینم دقیقاً میگه دو سه هفته سر این تکلیف شروع کردم انجام دادم، دیدم نشد، یکیشو بیشتر نتونستم حل کنم. میگفت جلوی کلاس وایسادم ناراحت، استاد من گفتم استاد ببخشید من به خدا خیلی سعی کردم کل هفته رو کار کردم ولی فقط یه دونهشو حل کردم. میگه چی حل کردی؟ میگه تکلیف های کلاس رو دیگه. میگه تکلیف من نده بودم. میگه تکلیف بابا همون که پای تخته نوشته بودی. میگه پسر خوب اون دوتا مسئله فیزیک بود که تو دنیا حل نشده بود، تو یکیشو حل کردی، بده ببینم چی حل کردی. واقعا یه دونه آره ببین فکر چجوریه. بعد اگر مطمئن باش اگر بهش میگفت که مثلا این مسائل فیزیک حل نشده دنیاست، قشنگ ذهن محال بود بتونه انجامش بده. آقا این حل نمیشه چون تو دنیا کسی نتونسته. ما راجع به تکنیکای ورزش ذهن و ناخودآگاه انسان و این چیزا حالا صحبت ها خواهیم کرد. یه کوچولو فقط راجع به اون تکنولوژی مغز بگم. بچه‌ها من خیلی سال پیش بود، اوایل کار مشاورم بود، یه کلاسی رفته بودم به اسم تکنولوژی مغز. یه آقایی بود به اسم پروفسور سلیمی از آلمان اومده بود، راجع به عملکرد مغز و اینکه مثلا یه مثال خیلی جالب و قشنگی زد، همیشه برای بچه‌ها میزنم. گفت یه دونه دوغ آولی رو بگیرید بذارید گوشه خونه، بهش دست نزنید، چه اتفاقی میفته؟ اون آب میاد بالا و ماسته و مایه تهنشی میشه. برای اینکه دوباره دوغ بشه چیکار باید کرد؟ هر چند وقت یه بار باید تکون. میگفت مغز شما همینه. الان اومدید اینجا پیش من، میخواد یه هر کدومتون میخواد یه سمت و سوی برید. بله. یکیتون میخواد آموزشگاه بزنه، یکیتون میخواد کسب و کار بزنه، هر کی یه فکری تو ذهنش داره. بله. یه مدت دوچار روزمرگی ها میشید، یادتون میره. برای اینکه این باشه همیشه باید تکون دادن دوغ من چی میتونه باشه؟ یه کلاس مشاوره، یه فیلم انگیزشی، یه کتاب انگیزشی، یک چیزی که حالمو خوب کنه، برم تو محیط محل کارم یه بار ببینم اون حذف کردن چیزایی که بیچارم میکنه. به خدا ببین یه چیزی میخوام بهت بگم، یه چیز یه دقیقه به من گوش بده. اگه چرت و پرت میگم خدایی بنویس داری چرت و پرت میگی. من میگم یه وقتایی واسه اینکه به اون رشد برسی، یه وقتایی برای این که به اون پیشرفته برسی، یه وقتایی واسه اون که به اون موفقیت برسی، به اون هدف برسی، لازمش اینه که کمرنگ بشی. کمرنگ بشی تا رشد کنی. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ آقا نه امروز بریم بیرون؟ فلانی امروز بریم خونه الیسا و ملیکا و شلیکا مهمونی همه با هم بریم اونجا. نه عزیزم من کنکور دارم. نمیخوای رفیقت ناراحت شه؟ ببخشید مامانم اجازه نمیده. گوشی خطم رو عوض میکنم برای که الیکا و ملیکا و شلیکا به من زنگ نزنن. زنگ میزنم خونمون، فلانی چرا خطت نمیگیره؟ خاموشه، تو این استانیسی تو. ببخشید گوشیمو مامانم گرفته. کمرنگ شو تا بتونی موفق شی، تا بتونی رشد کنی. خب این روحیه با اون احساسی مقدار فرق داره. این یکم عمیق‌تره، یکم کلی‌تره. نگرش آدماست. دیدی خوب. بعضی هستن که از اول کلاً منفین، یعنی حالت به هم می‌خوره میشینی کنار اینا. تو هیچ کاری اصلا با... تو می‌خوای بگی حدیث می‌خوام برم سرمایه گذاری کنم فلان، تو که همه کلا می‌ذارن سرت، می‌خوام برم فلان کارو بکنم. دقیقاً منفی منفی قشنگ تو رو خالی می‌کنن. آره این برمیگره به اونجا. میشه مثلا میگی من فلانی خیلی انرژی منفی میگیرم. خب این مفهوم ایکیو رو تو روانشناسی خب خیلی راجبش صحبت کردن. قدرت تحمل شکست. من آقا چند بار بخورم زمین بلند میشم. یکی مثل رستوران KFC فکر کنم تنها چیزی که تو دنیا هست، تو ایران هم هست حداقل، حالا مکدونالد و اینا هیچی. سرنگ ساندرز بچه ها چند بار بری شکست بخوری؟ میگه اون فرمول مرغم رو چند بار بردم رستوران گفتن نه، باز ادامه دادم. 198 بار میگه من رفتم بهم گفتن نه، تا بالاخره یکی گفت آره. یه چیزی بگم نه، من میگم دوست دارم تجربیات خودمونو به بچه‌ها منتقل کنم. استاد عربشایی بزرگ، استاد علیرضا عربشایی بزرگ
همیشه خیلی وقتا خب مثلا من میرم باشون حرف میزنم، یه وقتا میبینی ناراحت هم تو راه اندیشم این برمه این میگه دختر چته، میگم مثلا مثلا امروز خیلی خستم فلان، واقعا از کنارش لذت میبرم و انرژی میگیرم و یه چیزی همیشه من دیدم همه جا تعریف میکنه و وقتی که حالم بد میشه واقعا یاد جملش میفتم، حتی تو مراسمای مختلف که میریم وقتی سخنرانی میکنن میگه آقا کلاسی الان کلاسینو واقعا انصافا اولین بزرگترین پرقدرتترین آموزشگاه آنلاین کشوره، یه چیز باز. بعد یه بار که داشت صحبت میگه واقعا باور نمیشه، ما وقتی کلاسینو رو مثلا 4 5 سال پیش راه اندازی کردیم اولین بار الان نمیدونم کلاس استاد وایزی بود استاد هیدری بود نمیدونم، میگه همه بچه‌ها که وارد شدن سایت ریخت، سایت ریخت یعنی دیگه نتونست نگه. گفت من دیدم همه بچه‌ها آقای هاشمی پناه ها مثلا آقای غلامرضایی بیان زنگ زدن که استاد سایت ریخته، همه ناراحت، همه میزن تو سر خودشون هی فلان فلان. گفت من خیلی آروم گفتم خب چیزی نشده، سایت ریخته، خراب شده، دوباره میزنیم و دوباره زدیم و خدا رو شکر میگم واقعا ببین شاید اگر خیلی از ماها بودیم هم موقع بابا ولش کن حالا که قرار بریزه ریخته اینجوری شده پس این ما ظرفیتشو نداریم نمیتونیم این کارو کنیم. واقعا همینه، من میگم آقا تا زمین خوردنه نباشه، تا زمین خوردنه نباشه نمیتونی بلند شدن و یاد بگیری، تا اون مانعه نباشه نمیتونی پریدن و یاد بگیری، تا پرواز و اوج نباشه نمیتونی واقعا اون سقوط نباشه تو تم پرواز و اوج رو یاد نمیگیری، نمیفهمی چیه. پس اینو بدونید، واقعا اینو به جرأت بچه‌ها بهتون میگم، خدا شاهده اینو بدونید که در پس هر صعودی، در پس هر موفقیتی 100% یه سقوط بوده، 100% یه شکست بوده. اصلا تو این قضیه اصلا شک نم، من نمیدونم بارها هم اینو بهشون گفتم، آدم قوی زندگیت کیه؟ آدم قوی کیه؟ داییته؟ دایی من الان سرهنگ فلانجاست، عموت استاد دانشگاه تهرانه، بابامه رئیس بانک فلانجاست، مامانمه استاد خفن فلان دانه، نمیدونم برادرمه تو ایران حرفی واسه گفتن ده. آدم قوی زندگیت کیه؟ به قرآن قسم که اگر یک ساعت تایم بذاری بری باهاش صحبت کنی آدم قوی و موفق گذشته ی راحتی نداشته، یعنی در پس صحبتهاش تو گذشته راحت پیدا نمی کنی. الان این بازه زمانی جایی که درست تو وایسادی نقطه‌ایه که بعدها باید به عنوان گذشتت ازش یاد کنی، پس اینو قشنگ بساز، حواست باشه داری چی کار میکنی. نه 4 سال دیگه که سنم بیشتر شد بفهمم روز از نو روزی از نو برگرد عقب راه اشتباه بوده، این بده، این خیلی بده. خب علی سرنگ ساندرز دیگه گفتیم تو 70 سالگی میلیاردر شد، واسه هم اسم KFC اومد. KFC رو کی آورد تو ایران میدونی؟ نه نمیدونم. نمیدونی واقعا؟ نه باور کن میدونی؟ نمیدونم. آها دکتر علیرضا از میفهم رستوران های KFC رو آید میفر آورد تو ایران، بعد البته همه رو واگذار کرد یه برندی خیلی پول داره هست و خورده رستوران داره، حواستون باشه بچه. آره سلطان مافیای رستوران ایران. دومین چی سمج بودنه؟ من نمیدونم ایران نیستن ترکیه هست، من انقدر درگیر کار بنده خدا دیگه اصلا چیز نمیشه. سمج بودن بچه. من یه بار داشتم فیلم این افراد موفق دنیا رو میدم، رسیده بود به مکدونالد، این رستوران مکدونالد. خب برگشت بهش گفت که راز موفقیت چیه؟ گفت من بچه پر رو بودم، سمج بودم. آره خیلی پر رو بودم. اینا رو دیدید اصلا ول نمی کنم. من اونجوریم، من قبل پر رو هم تا نرم زیر و ته چیزی رو در نیارم ازش نمیگذرم. باید دقیقاً بچه پررو باشی تا موفق بشی. باید نمیدونم معلم فیزیکم من حدیث یادم یه سالی توی مدرسه کار میکردم، خب. معلم فیزیکمون واقعاً مشکل داشت، یه داستان نمیرسون خوب درس نمیداد، خب. بودجه بندی های مثلا آزمون ها نمیرسون، همه ناراضی بودن و من این رو حس میکردم. یه دانش آموز داشتیم که رتبه شد 55. من از اون میپرسم گفتم متین استاد فلانی چه جوریه؟ خب مشکل نیست، من دارم میخونم، حله. یعنی یه بار نیومد اعتراض بکنه. گفتم خب چه جوری میخونی؟ گفت خودم میخونم، جزوه تو اینترنت ببین الان تو یه برهه هستیم که حضرت گوگل یه دونه اینترنت میزنی دنیا برات میاد.
و این آخریه بچه ها، ژاپن یا یه مذهبی دارن به اسم شینتو. دیدی اسمشون رو شنیدی راجب شدی؟ آره. ما مثلا چطوره میگیم مثلا شهادت توی فرهنگ ما یک مقدسه، یه مقدسه، آره، یه نوع مرگ خیلی با افتخاره. تو ژاپنیا مرگ از کار زیاد یک افتخاره. اون شمشیر میزنن، آره کی میکنن مثلا چه زمانی اجازه داره اون کارو بکنن؟ زمانی که من با تمام وجودم برای یه کاری زحمت کشیدم و شکست خوردم، اون موقع که اجازه دارم این کارو بکنم. تو فرض کن بعد با همچین تفکری بیای کار بکنی، درس بخونی که من با، یعنی نمیخوام اونو تایید یا چیزش بکنم، اما میخوام تمام وجودشو داره برای کار میذاره، قطع به یقین موفق میشه. اصلا همین آقا، مگه میشه کسی وجودشو روی یه کار بذاره، زندگیشو روی کار بذاره توش موفق نشه؟ برای اینکه یه عملکرد خارق العاده داشته باشیم، من تون 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 بگم، خب راجع به ظرفیت بدن صحبت کردیم، راجع به شارژ و مصرف باتری باز ادامه داره صحبت میکنیم، یه سری بازه های طلایی داریم، یه سری تایما هستن که مثل همین عیده، مثل حالا جای دیگه که بهش میرسیم، تعطیلاتی که داریم، آره، و عملکرد تنوعی راجع بهشون با هم صحبت میکنیم بریم، چون استرس زیاد مورد فکر کنم. آره خیلی من بزنم با بدن. چرا دقیقاً؟ دست تو رو بخواد. راجع به انواع استراحت من قبلا توضیح دارم، باز توضیح کوتاه میدم. خواب شبانه ما حداقل باید 7 الی 8 ساعت رو داشته باشه. البته کسی با 6 ساعت خوابیدن هم اتفاق خاصی براش نمیفته. ما تو برهه از عید به بعد میگیم اصلا این اتفاق بیفته. بچه ها از ما تا الان باهاتون مدارا بود، به هر کی من میگفت که مثلا باید بالای ان ساعت درس بخونم، میگم نه، ولی از الان به بعد هر چقدر تلاش بیشتری بکنی هیچ ایرادی نداره. رسیدی میگی پاتو رو گاز بذاری، پا رو گاز. این اینموری یا چرت ژاپنی من تو خواب راجبش کامل فکر کنم توضیح آره دادم. آره تو اون کلاس توضیح دادی. یه استراتژی بین مطالعاتی هم تو اون جوهر مغز بهتون کامل گفتم. یه استرات ماهانه، این بچه میدونی از چیم، یه کتابی بود به اسم معلم یک دقیقه، خیلی خیلی سال پیش من خوندم، خیلی کتاب قدیمیه. میگفت من هر زمانی که کارامو همه رو خوب انجام میدم، خودم واسه خودم یه هدیه میخرم، خودم یه کاری میکنم که یه حال خوبی بهم دست بده. من همیشه بر خودم کادو میخرم، به خدا راست میگم. از نظر روانشناسی خیلی تاثیر داره. مثلا یه وقتی که حالم خیلی بده، یهو میرم مثلا یه ماگ بر خودم میخرم، یه هکت. خیلی وقتی که شرطیش کنی، مثلا در ازای کار خوبی خودت بکنی، خیلی رو تاثیر داره. و یه استرات روزانه هم داریم که آقا ما مثلا به هر دلیلی میخوام یه سری سرگرمیام داشته باشم، اونام باشه، ولی زمان خودش ایرادی نداره. بریم این شارژ انرژی رو تون 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 من بگم. خب من با انواع اقسام انرژی آشنا شدیم، ولی با شارژش نه. یکی از شارژش حدیث سیفه، یکیش آره انرژی روحی است، مال فیزیکی نیست. آره یکی از راه‌های شارژ انرژی فیزیکی ایناست که نوشتم. اولیش تنفس، ما نفس کشیدن صحیح رو بهتون یاد دادم، تنفس دیافراگمی. گفتیم از راه بینی هوا رو میدیم داخل، شکم باد میکنه، چند ثانیه نگه میداریم میدیم بیرون. این باعث میشه که وضعیت جسمی من یه مقدار بهتر بشه، اکسیژن رسانی به بدنم خیلی بهتر اتفاق افته. دومیش مصرف مایه انرژیزاست. مایه انرژیزا چیه؟ آب، رایگان، مجانی، همیشه هم هست. آب زیاد بخورید، خوردن آب زیاد باعث میشه حالتون حال خوبی باشه، بتونید بهتر درس بخونید. شما بهترین ماشین دنیا رو هم داشته باشید، این سیستم فن و رادیاتش کار نکنه، یه 2 کیلومتر بری جلو کلن تعطیله. صبحانه مفید، کاری که اصلا ما چقدر با بچه‌ها مشکل داریم که مثلا شام تا حد خرتناق می‌خوریم، نهار خفن می‌خوریم، صبحانه اصلا نمی‌خوریم. هم دینمون گفته، هم چه می‌دونم عرفمون گفته آقا صبحانه رو کامل کامل بخورید، بعد نهار رو آره گوش نمیدم، برو خیلی خوردن صبح. این جی آی گلایسمیک ایندکس، خیلی با گفتنش مشکل دارم، خیلی هم تمرین کردم ولی نمی‌دونم چرا نمی‌تونم بگم. این یه عددیه توی خیلی از خوراکی‌ها نوشته، یه سایتی هم داره به همین اسم دقیقاً میزانشو نوشته. برید بخونید که مثلا برای هر وعده غذایی باید عدد، مثلا برای صبحانه مثلا باید 55 باشه. این ما خب میگم عادت نداریم کالری اون چیزا رو بخونیم، ولی خب خیلی مفیده. کافئین از بعد از، من کلا خیلی موافق این قضیه نیستم، ولی از بعد از ظهر به بعد کلا باید تعطیل بشه. تو خواب ما تاثیر میذاره، باز راجع به این صحبت کردیم. خوراکی های تر و تازه، میوه خوردن به خدا باعث میشه حال من حال خوبی باشه. با این چیزای عجق وجق و پاستیل و اینا رو حداقل این 2-3 ماه، نمیگم کلا بذارید کنار، حداقل این 2-3 ماه دارید سعی کنید با یه متخصص تغذیه صحبت کنید، ذره درست تغذیه‌تون باشه.
من اصلا به صبحگاهی که نوشتم منظورم عجل نظام اون چیزا نبود. مراسم صبحگاهی هر کسی میتونه متفاوت باشه. یکی میگفت با حرکات موزون من بلند میشم کار میکنم، یکی میگفت من نمیدونم بلند میشم ورزش میکنم. صبحا خیلی مهمه که با حال خوب بیاد. دیدید میگن طرف از دنده چپ بلند شده، از قدیم داشتیم. خیلی 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 مهمه که من صبحم چجوری برگزار بشه تا پایان روز روی فرآیندهای من تاثیر میذاره. فعالیت‌های بدنی، آقا من یه بند قراره 12 ساعت پشت میز بشینم، بس این بدنه باید داره تکون تکون بخوره. هر چند دقیقه یه بار بلند شم یه تکونی به خودم بدم، هر صبحم بتونم یه ورزش کنم، بعد از اونم بتونم حداقل یه 10 دقیقه یه رب تو حیات خونمون پیاده روی بکنم. گرسنگی و سیری شدید، بعضی از ماها انقدر غذا نمیخوریم تا گرسنه بشیم، بعد در حد وحشتناک میخوریم که تا خرتناقمون بترکه. نه، میگن حدیث، ما خیلی علمی نیستیم ولی چی مذهبی نیستیم، ولی خب یه چیز خیلی جالبه، میگه زمانی غذا بخورید که هنوز گرسنه نشدید و زمانی دست از غذا بکشید که هنوز سیر نشدید کامل. وزن ایدئالمو چک بکنم. حمام استحمام کردن بچه‌ها توی مطالعه خیلی خیلی تاثیر داره، تو کیفیت مطالعه باعث میشه حالتون حال خوبی باشه. حتی میگن مثلا عطر زدن یا لباس خوب پوشیدن هنگام مطالعه تو نحوه کیفیت مطالعهمون تاثیر داره. اینجوری با پتو میرن رو کتاب. راجع به خواب اندازه کافی صحبت کردم، بدون زنگ بیدار شدن. بچه‌ها وقتی زنگ موبایل میزنه من بیدار میشم، میذاره سخته بهش رسیدن ها. خود به خود انگار با اجبار بیدار شدم، ولی بله؟ اگر بتونید به اون مرحله برسید که بدون زنگ بیدار شید، خیلی خیلی مهم. مثل روزایی که هست، مثلا دختر پسر قرار میذارید با هم با رفیق مفیقا برید کوه، 4:30 صبح اتومات بیدارید، اصلا بدون ساعت، بدون هیچی، بدون ذره خواب آلودگی. حالا برای درس میخوایم بشیم، انگار تبر خورده تو کمرمون. این انرژی احساسی، احساسات تو ورزشکارا خیلی دیدید، دیدین قهرمانای ورزشی مربیاشون چی تاق تاق میزنن تو گوششون، میگن مثلا برای یه لحظه. اون فرق احساس با روحیه دقیقاً همینجاست، این خیلی کوتاه و لحظه‌ایه. پاداش شخصی بدیم، باز تو همین قضیه راجبش صحبت کردیم. از افراد منفی بین دور باشیم، راجبش صحبت کردیم. عامل بودن، من دارم راه میرم، اینم آقا این صندلی مثلا جاش مناسبه، اصلا اهمیت نمیدم، خب من خودم بذارم کنار. اون نفر اول کنکور یادم یه بار یه جمله گفته بود، گفته بود من یه طوری درس خوندم با خودم میگفتم من نتونم بزنم هیچ کس دیگه نمیتونه. ظاهر مکان مطالعه راجع به صحبت کردیم. فعالیت بدنی هم که بهتون گفتم، این تئوری انتخاب یه کتابی مال ویلیام گسلر، واقعیت درمانی، برمیگرده میگه آقا شرایط همیشه هست، برای همه هست. جیمران یه جمله داره میگه خورشید طلوع میکنه برای همه طلوع میکنه، دقیقا. ولی یکی میشه شکار، یکی میشه شکارچی، یکی میشه میلیونر، یکی میشه بدبخت. منم که انتخاب میکنم، درست؟ این حق طبیعی. کتاب نمیتونم ملت عشق خوندی راجب شمس تبریزیه، یه جمله داره راجب همین بحث اختیار و جبر و اختیار، میگه که تو را بر سر دوراهی میگذارند و این جبر مطلق است، ولی این تویی که برمیگزینی کدام راه را برگزینی و این اختیار تام است. اینا خواب و گوشی و اینستا و تلگرام انتخاب. شنیدن آهنگ مورد علاقه میتونه حال منو خوب کنه، تو نه توی درس خوندن، با درس خوندن یه دونه گلدون تو اتاق مطالعه ام باشه، با خانواده گاه گداری بیام یه چایی بخورم، یه صحبتی بکنم، نه اینکه بیام بشینم حالا خانواده نشستم 2 دقیقه اومدم اینجا گوشی دستم که من تون 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 پیام بدم. پیاده روی، تماشای عکس، چه میدونم صرف ناهار، مرتب کردن و نظم و ترتیبی که تو اتاقم باشه، اینا همه خیلی خیلی مهمه. انرژی فکریم، خوشمین بودن، راحت افزایش تمرکز رو گفتیم. چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه. یه سری ورزش ها واسه مغز، سوپر یوگا مغز رو یادم بهتون گفتم. این زایگارنیک هم حتما حداقل تو اینستاگرام براتون میذارم که چیه، چی گفته اصلا این آقا. ولی چیزایی که عمل کرده مغز رو کاهش میده، بچه ها نگاه کنید، مصرف الکل خدا رو شکر نداریم، مصرف دوناخانیش اصلا نداریم خدا رو شکر، پرخوری نداریم، کمخوابی نداریم، تنفس مواد سمی هوای تهران نداریم، مصرف بیش از حد قهوه هست، پولدار نکرده به خدا، من نمیدونم چرا باید پولدار بشیم با قهوه خوردن. شکر و نگرانی بیش از حد و الکی به آینده، غلط فکر کردن و نوشابه های انرژیزا، همشون بسیار بسیار سمن. این انرژی روحیه، بچه این روحیه با احساس فرق داره. روحیه یه چیز کلیه، بعضی هستن آقا 1000 بارم شکست میخورن ولی ته دردشون مثلا انقدر زدیش دیگه، مثلا اون طرفه دیگه خودش نمیاد، دلت نمیخواد بزنه. بله. من یه زمانی فکر میکردم حدیثه که از خارجی‌ها به خاطر این موفقن که خیلی با مذهب و دین و اون چیزا کاری ندارن، ولی بعد رفتم کتابای خارجی و موفقیت خوندم، خیلی جالب بود. مثلا اکثرشون به این چیزا عقیده داشتن، میگفتن تو ارتباطت با خدای خودت باید خیلی خوب باشه، حالا به هر شکلی. این باعث یک
احساس آرامشی در وجود تو میشه که اون احساس آرامشی میتونه تو رو اصلا آره یا اصلا روانشناسی راز و نیاز و تشکر سپاس از خدا. حتما چشم انداز داشته باش راجع به آینده، تجسم کن اون آینده خلاق و برو توی چه میدونم یه دونه کلینیک درمانگاه یه جایی پزشکا رو ببین چجوری دارن کار میکنن، بهت انگیزه میده، بهت روحیه میده. طبیعت همیشه برای ما روحیه داشته، طبیعت همیشه باعث احساس آرامش شده. گاهی خوبه که اتفاقا حالا سوای درس خوندنمون برای اینکه ریشارژ بکنیم این انرژی روحیمون رو به یه طبیعتی بریم یه ذره استراحت بکنیم. راجع به چرخه دمینگ یادم گفتم فکر میکنم تو جلسات قبل دو دقیقه آره خب چیز اگه چیزی برای جلسه بعد که تون نگیم یه دعایی رو قدرت عادت های نه الان چیا مونده یه قدرت عادت مونده 4-5 تا اسلاید مونده حد در خب باشه برای جلسه بعدی قبل از شروع مبحث جدید اینو میگیم. یه دعایی دیدم اون روز خیلی قشنگ بود. چی بود؟ چی بود؟ بگو همه با هم دعا کنیم. خدایا سرنوشتم رو یه طوری بنویس که وقتی مادرم میخونه از ته دل بخنده. امیدوارم این اتفاق برای همتون بیفته. از من خدافظی کنم. خدافظی پایانی می‌خوام. مرسی زحمت کشیدی. خیلی امروز کلاس خوب بود و من خیلی استفاده کردم از منظر استاد عزیز. امیدوارم چت این رو بازکن. امیدوارم به شما هم کلی خوش گذشته باشه. فقط انتهای صحبتم حالتون خوبه دیگه؟ خسته که نیستید؟ بگید خسته نیستم من ببینم فول انرژی نشستید سر کلاس یا نه. دمتون گرم. انرژی به من بدید من می‌خوام برم. آفرین ایول ایول ایولا مرسی 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 عالی خودتونید. بچه ها طرح TNT مشاوره هم برای کسایی که مهمان کلاس هستن آماده ثبت نام. بچه هایی که طرح TNT ما رو ثبت نام کنن من یا آقای مهرعلی شما همون عظیمی تیم رو انتخاب میکنید به پشتیبانتون انتقال میدید که آقا مشاور شخصی من مثلا خانم سیف باشه، آقای مهرعلی باشه، فلان باشه، هر کسی که میخواد باشه. طرح برنامه روزانه داره، شخصی داره، مال خودتونه، آزمون یه روز در میون داره، آزمون ستارگان 100 داره، تماس تلفنی مستقیم با خودم داره. یعنی همه اینا رو تو طرح TNT شامل میشه. فقط تنها چیزی که ندارن ببخشید آزمونشون ستارگان 100ه، فقط آزمون یک روز در میون گروه رفع اشکال رو بچهای TNT ندارن و خیلی طرح خفنی منطبق کامل با وضعیت شما، صفری، متوسطی، قوی، هر آموزشگاهی که هستی، هر کلاسی که هستی، یعنی کلن شخصی سازی شده است. اگر خواستی ثبت نام کنید از طریق سایت کلاسینو عظیمی تیم رو ثبت نام میکنید و منتقل میکنید به بچه های پشتیبان که مشاور شخصی ما خانم ایکس آقای ایگرگ باشه. این از طرح TNT و این که دیگه خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. سیو میشه؟ میپرسن سیو میشه؟ آره مونه فردا رو سایته. و این چیزی که میخوام بهتون بگم امیدوارم وقت اصلا نداریم، امیدوارم واقعا به جایی برسید که همه یادمایی که یک روزی سرتون قرار گرفتن تو زندگیتون بودن و بهتون گفتن نمیتونی، نمیشه، فقط بهش یه لبخند بزنی و بهش بگی دیدی شد. این قشنگترین لحظه زندگی یه آدمه. بهترین رو براتون آرزو میکنم. امضای خداوند به پای قشنگترین لحظات زندگیتون. باد با چراغ‌های خاموش کاری ندارد. اگر در سختی هستی بدان روشنی. آدرس اینستاگرام کنکور اندن مشاوره، آخرش ایچ داره، کنکور اندن مشاوره. مال منم محمود مهرعلیه فقط. نقطه مهرعلی دات مهرعلی. بله خیلی دوستتون دارم. مواظب مهربونیاتون باشید تا جلسه بعد. یا حق خدا نگهدار.